جان شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که توش من کمی مست و یخت چت میشنم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای عزیزم. و تا الان کلن این پروژه، این پادکست خیلی جالب بوده. اگه تا حالا نشنیدین این پادکست رو، توصیه میکنم از اپیزود 1 شروع کنید که ببینید چه خبره. و اگه دوست دارین کارام رو توی سوشل میدیا دنبال کنید با هندل @kingram KINGRAAM توی اینستاگرام و تویتر و تلگرام و یوتیوب و همه جا میتونید پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه دونیشن بدین برای پروژه هام، چه توی موزیک چه تو پادکست، یه گوفاندمی دارم، gofundme.com/kingram یا ونمو @kingram. همیشه هم گفتم توقع ندارم که حتی یک سنت هم برام بفرستین، چه پولی بیاد نیاد من این پروژه ها رو تمام میکنم و همیشه کانتنت برای شما میسازم و که لذتشو ببرید. امروز یه مهمون خیلی خیلی عزیز داریم و خیلی هم خوشحالم. یکی از اتفاقا اولین آدمایی که توی تویترم استقبال کرد که اگه من این برنامه رو بسازم حتما میان که مهمونش باشن. و خب خیلی هم حال میده وقتی که آدمی به کلیه این مهمونمون وقتی که جوابمون رو میده و حاضر میشه بیاد تو برنامه، آدم کلی کیف میکنه. توکان یستانی، فکر میکنم زیاد نیازی به مقدمه نباشه، کاریکاتوریست، ساتیریست و آرتیست خیلی محبوب و کاردرست ایرانی که الان توی تورانتو کانادا زندگی میکنن و خب کاراشون رو فکر میکنم خیلی همون دیدیم و باش خاطره داریم یا تکونمون داده. و خیلی خوشحالم که امروز توکا جون اومدی پیشمون و با هم بتونیم بشیم یه در و دل بکنیم. قربونت برم، خیلی 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 ممنون که دعوتم کردی. منم خیلی خوشحالم که امروز هستم. اصلا اولی که دیدم توی توییتر نوشته بودی همچین ایده‌ای داری، ایدت خیلی به نظرم جذاب اومد، خیلی چسبید به اینکه دو نفر بشینن مست کنن و دیگه مستی و راستی دیگه و هرچی به فکرشون میرسه صادقانه بگن، ایده خیلی قشنگیه. ولی خب فکر نمیکردم اسکایپی برگزار بشه. اون موقع دنیا یک شکل دیگه ای بود، این شکلی نبود. فکر میکردم واقعا یه جلسه ای میشینیم با هم دیگه، چند تا گلاسی میزنیم، سرمون گرم میشه و حرف میزنیم و اینا. خیلی ایده جذابیه. به هر حال من طبق توصیه شما اندکی مست و اندکی چرت به قول خودت. آره الان در خدمت هستم. شما چی دارین میخوریم؟ من دارم بوربن میخورم مثل همیشه. بوربن میخوریم شما؟ آره من یه اشتباه مهلک کردم. اگه به ریشم نمیخندین، من دیروز فکر کردم چهارشنبه است، تمونده ذخیره ویسکی رو دیروز خوردم که حاضر بشم، بعد فهمیدم سه شنبه است. در نتیجه امروز فقط یه مقداری رام داشتم. من دارم رام میخورم به سبک دوزای دریایی، ولی بعدم نیست، چیز الکل مورد علاقه هم نیست، ولی خب بعدم نیست، خوبه به نظر خوب. گرفته. آره من این بوربن، بچه هم ازم همیشه میپرسن چه مارکی بوربن میخورم، میگم آه من تا سپانسرم نشد نمیگم چه مارکیه. کار خوبی میخورم. تبلیغ چرا مجانی بکنم برای یکی دیگه. ولی آره جالب بوده کلن سیر این پادکست و مهمونایی که داشتم و همینجی که شما گفتین طبیعتاً اگه بتونیم حضوری اینو انجام بدیم خیلی کیفش بیشتر. و اتفاقاً دیروز برای اولین بار بود که من یه مهمونو رفتم تا همین ونکوور، رفتم خونه‌شونو باهاش صحبت کردم و خیلی کیف، خیلی داینامیک فرق داره وقتی روبروی هم نشستین و مطمئنم که لیوانتون دستتون دارین هم میگیرم. اصلا یه چیزی که خیلی سریع متوجه شدم اینه که اصلا خسته کننده نیست وقتی که
حضوری انجام میدی مصاحبه رو، ولی که تلفنی یه ذره سخت‌تره، اون چون هم دیگه رو نمی‌بینید و اون می‌دونید اون کامیونیکیشن خیلی مستقیم نیستش، یه ذره سخت‌تره از از انرژی. مثلا بعضی وقتا متوجه میشم که خب الان مثلا حتی خیلی سریع میگذره، میگم شیت الان یک ساعت حرف زدیم مثلا، خب مردم هنوز دارن گوش میکنن و خیلی عجیبه. یعنی من فکر نمی‌کردم کسی تا آخر پادکست رو گوش کنه، ولی وقتی نگاه میکنم استاتستیکو خیلی آدم ها پیگیرن و این خیلی جالبه. این فکر میکنم این میدیم هم با اینکه چند سال بوده پادکست هم توی جامعه ایران، یعنی خیلی سال بوده، من خودم اولین بار 10 سال پیش یه پادکست اومدم بسازم، ولی خب به زبان انگلیسی همه چیز هست، خیلی هم خوب و خیلی پروداکشن عالی و، ولی توی زبان فارسی احساس کردم یه خلایی بود برای همچین برنامه‌ای که بتونیم یه ذره لانگ فرم تر آدم بتونه بیاد بشینه حرف بزنه در مورد مسائل، زره بتونه وقت بیشتر بذاره و فکر کنه. خود شما مطمئنم که مصاحبه وقتی که میکنید با بی بی سی یا نیویورک تایمز یا فلان یا فلان، یه وقت خیلی محدودی داری که افکار خیلی پیچیده و خیلی کمپلکس تو به گوش خیلی مخاطب برسونی و خیلی حرف مهمی هم داری برای گفتن، ولی اون دوربین که روشن میشه و ریکورد میشه میگه آقا 30 ثانیه وقت داری جواب این سوال خیلی سختو بدی، من که همیشه گوه میزنم. والا من حالا با بی بی سی و نیویورک تایمز که نه، ولی یکی دو بار که این شانس رو داشتم که فرصت کوتاه منظورم بیان بکنم، مثلا در 30 ثانیه منظورم بیان کردم و در 30 ماه بعدش هم فوش و فضاحت و این چیزا گرفتم در جواب اون 30 ثانیه. خب مسلما خیلی فرصت کوتاهی آدم هیچ وقت نمیتونه تمام جوانب قضیه رو بشکافه یا درباره‌اش صحبت بکنه یا منظور دقیقش رو برسونه و اینا. به هر حال آره، اینم یه موزلیه دیگه، یه گرفتاریه. ما دنیایی که توش زندگی میکنیم امروز احساس میکنم، میدونی همه حرفایی که میزنیم توی سوشال میدیا، تا اون سندو که میزنی یعنی یه ممکنی عواقبی داشته باشه که اصلا بهشم فکر نکرده باشی. و خیلی من یکی از دلایلی که اصلا از توییتر و اینستاگرام اینا خیلی زده میشم از اون محیطا به خاطر همین داستانیه که هیچ بحثا کانستراکتیو نیشن، انتقادا مثبت نیست، یعنی همش اینه که چجوری بتونیم یقه همدیگر رو بگیریم، چجوری بتونیم روی اونیکی رو کم کنیم و اصلا نفرت انگیزه. یعنی اگر نظر منو بخوای، من از هیچ چیزی به اندازه توییتر و اینستاگرام اینا نفرت ندارم، منتهی مراتب من به دلیل اینکه خب بالاخره یه بخشی از کارم این هستش که باید مخاطب داشته باشم، یعنی وظیفه‌م، یعنی یه بخشی از شغلم این، نمیدونم یه جوری محتاج توجه هستم دیگه. بله. که میگن آره، حالا اون لفظی که همه میگن یه چیز دیگه است، ولی آره نه واقعا لازم داری. من مثلا میخوام کنسرت بذارم چجوری تبلیغ کارام بکنم، یعنی باید داشته باشم. بعد من اگه بخوام یه اسپانسر پیدا بکنم برای کارام، بالاخره بعد بدونه که بالاخره توی چه میدونم چند هزار نفر تو توییتر فالوور دارم، چند هزار نفر توی اینا، براشون مهم هستش دیگه که بالاخره کارشون، کاری که پولی که دارن میدن بابت کاری که من میکشم، این دیده میشه حتما، یه گروه اینا رو میبینم، به خاطر همین محیط رو تحمل میکنم. ولی مثلا حالا باز اینستاگرام برای من خیلی جذاب تره، برای اینکه تصویری هستش دیگه، خب به کار من که اصلا تصویر هستش. درست. خیلی نزدیکه، اصلا لازم نیست چیزی بنویسم یا حرف خاصی بزنم، فوقش بعضی وقتا یه کلکلی توی قسمت کامنت ها با بعضی ها میکنم. ولی توییتر اساسش برای اینکه شما در چه میدونم 250 کاراکتر یا یه خط دو خط یه نظری رو، یه ایده‌ای رو، یه چیزی رو مطرح بکنید، بعد کی میتونه توی یه پاراگراف، توی یه جمله مثلا یه حرف خیلی حسابی بزنه؟ هیچ کس عملا نمیتونه. در نتیجه یه سری کد پیدا کرده به نظر من، یعنی یه چند تا جمله کلیدی وجود داره در توییتر که اگر شما اینا رو یاد بگیری میتونی یه فعال تمام وقت توییتری بشی. این چند جمله خیلی ساده است. یکیش گوه نخوره. یعنی همه بلدن، یعنی اینو یاد گرفتم. من اول خیلی بهم بر میخورد که یعنی چی میگن گوه نخوره. ولی انگار خیلی چیز طبیعیه. آره. یکی گوه نخوره، یکی مالکشه. یعنی اگه سیاسی باشی بعد از مالکش استفاده بکنی. اگر داری این نقد اجتماعی میکنی بعد از گوه نخور استفاده میکنی. اگر راست هستی جمله کلیدی
چپ هرگز نفهمیده، چون میدونم اگر من میدونی سه چهار تا جمله خیلی روتین پیش و پا افتاده چرک دارن که همه جا هم استفاده میکنن و یه توهم وحشتناکی که دارن کار سیاسی میکنن یا اون بخشی که فکر میکنن فعالیت سیاسی میکنن. بعد از این کامنت هایی از این چیزهایی مینویسن که آره اون که میگه من سیاسی نیستم داره خیانت میکنه، دروغ میگه، من در تمام این 12 سالی که کار سیاسی کردم نمیدونم چی. بعد نگاه میکنم این 12 سال نمیدونم، حالا علکی گفتم 12 سال، این چند سالی که کار سیاسی میکنه. بعد میری نگاه میکنی میبینی این چند سالی که کار سیاسی میکنه همش تو توییتر بوده، همش هم یه درمیون نوشته چپ هرگز نفهمید یا گو نخور یا مالکش یا مثلا انقلابو با عین نوشته. اون دوره‌ای که من جدیداً به این نتیجه رسیدم که پیر شدم دیگه واقعیت نه. آره نه، چون پیری یه سبب شناسنامه که به دیکته میکنه که پیر شدی، یه احساس درونیه. اون وقتی که احساس میکنی دیگه حرف جماعت رو نمیفهمی. الان واقعا یه مدتی دارم احساس میکنم که دیگه حرف جماعت رو حداقل این بخش از حرف جماعت رو نمیفهمم که چطور میشه با مثلا فوش دادن توی یه صفحه مثلا توی سوشال مدیا کار سیاسی کرد. خاطره من از کار سیاسی که هرگز نکردم به مبارزه سیاسی به اون مفهوم، همیشه کارتون ادیتوریال کشیدم، تو این 10 سال کارتونام خیلی تندم شده، جهتگیری هم پیدا کرده، ولی به حساب کار سیاسی نذاشتم یا به حساب مبارزه سیاسی هیچ وقت نذاشتم، یه بخشی از کارمه. ولی خاطره مثلا از فعالیت سیاسی توی دهه 50 یه چیز دیگه است. اون بچه‌ای که اون مثلا اون دوران فعالیت سیاسی میکردن، اینا دور هم جمع میشدن، یه هدف مشخص داشتن، چون براش کتاب میخوندن، براش شبنامه مینوشتن، براش شبنامه رو پخش میکردن، میدونی یه فعالیتی داشتن مستلزم دور هم جمع شدن و پیدا کردن همفکر و پیدا کردن راه برای رسیدن به هدف و این چیزا میشد. این که شما تو خونت بشینی مثلا بغل کولرت یا بغل بخاریت یا مثلا تو جای عمد خارج از کشور یه چیزی بنویسی و در حد مثلا چپ هرگز نفهمید یا گو نخور یا نمیدونم چیزای این شکلی بذاری به حساب این که من فعالیت سیاسی کردم، خب خیلی برام یعنی نمیتونم درکش نمیکنم. حالا چه جوری شما دیل میکنید؟ مثلا جواب میدین بعضی ها خب استراتژی‌های مختلفی دارن، مثلا بعضی ها خیلی وارد بحث میشن و با اینایی که چون اصلا من خودم خب به خاطر داستانی که برای خانواده‌ام پیش اومده از خیلی طرفا فوش خوردم، چه راستی چه چپی. آره. چه وسط، یکی میگه چرا رأی دادی، یکی میگه چرا ندادی. آره. یکی میگه چرا نمیدونم بابات اونجا بود، چرا مامانت اینجوریه، و آدم نمیدونه اصلا انقدر حجم این چیزای منفی هم زیاد بوده و یهو آدم خیلی احساس تنهایی میکردم. گفتم اصلا بر همین این ما اصلا حس اتحاد و وحدتی نیستش بین حتی آدمایی که حتی شاید موافق این باشن که مثلا این بده برای کشورمون، مثلا بیا در این در راه این با هم یه همکاری و همفکری بکنیم. بیشتر انگار یه حالت خیلی پوزنی داره که کدوم تیم امتیاز بیشتر میگیره که برعلی. آره. آره آره، مثلا عشقشون اینه که بیان بگن توی مثلا پای کامنت مثلا فوش و فضیحت کنن، بعد آخرش بدیم مثلا که دیدی قهوه ایت کردیم. من خیلی بدترش رو راستش بخوای فوش میخورم، ولی دیگه پوستم انقدر کلوف شده. منم فوش زیاد کنم، نه تنها من مادر 85 سال و پدر مردم هم که مثلا 30 سال از عمر از زمان فوتش گذشته به اونا هم فوش میدن. بعد مسئله اینه که من خیلی با فوش ناراحت نمیشم، یعنی همیشه فکر میکنم فوش بالاخره باد عباس مثلا وقتی برای مادرم، چون من مادرم خیلی دوست دارم، یه فوش جنسی خیلی آبدار مینویسن و اینا، بعضی وقتی در جوابشون مینویسن که ببین این چیزی که این ارتباطی که شما با مادر 85 ساله من پیدا کردی به خودتون ربط داره، من اصلا در حد نیستم برای مادرم تصمیم بگیرم که شبش رو چطوری بگذره، نه کاری دلش بخواد اطراف میکنه، اگه واقعا بهت خوش میگذره خب خودت میدونی، من نمیدونم. ولی فکر نکن که حالا با این حرفات من مثلا بهم بر میخوره یا غیرتی میشم یا ناراحتم کرده. واقعیتش از این بابت اصلا ناراحت نمیشم. اون چیزی که ناراحتم میکنه اینه که
چی شد جماعت اینقدر سخیف شدن؟ یعنی چرا این شکلی شد؟ مرحوم فردوسی 30 سال رنج برد برای اینکه زبان فارسی رو زنده بکنه ما در چند ثانیه نابودش کردیم. میخوام یعنی حداقل رنجی که اون بیچاره کشید اگر الان زنده بود همچین ادعایی نمیتونست بکنی که مثلا زنده کرده عجم رو بدین فارسی بدین پارسی. خلاصه این وضعیتی که گرفتارش هستیم به نظر من یه جور قهقرام هست. همه چیز به نوعی فکر میکنم به قهقرا رفته، همه چیز، یعنی بجز کارتونیستا بهتر شدن. آخه انقدر دیگه ماتریال زیاده که اصلا تا ابد میشه واقعا کارتون ساخت. دنیایی که توش زندگی میکنیم هر روز که خبر وحشتناک عجیب غریب جدیدی میشه میگیم مگه میتونه از اینم بدتر بشه؟ ولی میتونه بشه. من همیشه به این اعتقاد داشتم که از این بدتر میتونه بشه. اتفاقا یکی از بحثام با یکی از رفقای روزنامه نگارم، رفقای طنزپردازم توی توییتر همین بود که اون معتقده که دیگه از این بدتر امکان، البته قبل از داستان کرونا و اینا این بحثا رو میکردی، از این بدتر امکان نداره. ولی من قطعا مطمئن هستم که همیشه از این بدتر امکان داره. یعنی چیزی که نهایت نداره بعدیه، همیشه از این بدتر امکان داره، همیشه از این بدتر امکان داره. آره از این بدتر امکان داره. ببینم تو گنجون، من دوست داشتم که برای بچه‌ای که خب آشنا نیستن با تاریخچه کارو شما، حتی خود منم خیلی کنجکاوم، یه چیزی که نمیدونم در موردش زیاد حرف زدین توی عموم یا نه، ولی خیلی سلام از بچگی برام بگین، یعنی از جوان‌ترین خاطرهایی که یادتونه و اینکه اصلا چیزی که دو تا برادر با هم دیگه، من نمیدونم خواهر یا برادر دیگه هم داری؟ برادر دو مانه نه. این فقط یه برادر دیگه هم دارم که آدم حسابی تر از ما دو تا شده. مثل من همیشه میگم برادر من خیلی از من آدم حسابی تره. مادر من 3 تا پسر داره. پسر هنرمندش ماناز، پسر دانشمندش برادر دومی می که 3 سال از من کوچیکتره، 10 سال از مانا بزرگتره، تیرنگ استاد دانشگاه دکترای تغذیه است. اون برای پسر دانشمندشه، مانا پسر هنرمندشه. منم فکر کنم سر راهی بودم احتمالاً، چون شما فهم بلک شیپ خانواده این دیگه. دقیقاً من بلک شیپ خانواده بودم. روی من خیلی حساب نکرده هیچ، یعنی نمیدونم، من فکر میکنم که ببین من الان 60 سالم شده، یعنی من ماه پیش 6 می 60 سالم تموم شد دیگه، پیرمردی ام برای خودم، قاعدتا شناسنامه پیرمردم. ولی هنوز کم و کار خیلی عذر میخوام، این صفحه مال سیگار. البته من به شنوندگان شما توصیه میکنم که هیچ وقت سیگار طرف دخانیات نرن، ولی خب فرقی نمیکنه شما هرچی بگیم. منم تو این برنامه هی میگم هیچ کاری نکنید، ولی بازم فرش میخورن که میگن رام تشویق میکنه که مردم مشروب بخورن و دراگ بزنن. نه من تشویقش میکنم که مشروب بخورن نه سیگار بکشن، ولی من هر دو کار میکنم. آره نه. مادر من به جد معتقده که من 16 سال بزرگتر از بعد از 16 سالگی دیگه نه رشد عقلانی کردم نه رشد مثل همین در این مورد پس. آره از این بابت من کم و کم هنوز به برادرام حسادت میکنم. مادر من اینو میدونه که من آدم حسودی هستم، از این بابت حسادت میکنم. خب حالا سوال چی بود؟ من فراموش کردم. نه اشکال نداره. سوال اینه که کلا توی چی میشه که مثلا دوتا از 3 تا برادر اینجوری مثلا کاریکاتوریست میشن؟ یعنی تو فضای خونه رو میتونی برام زیاد تعریف کنی که چه جوری بود؟ ببین قدیمی ترین خاطری که از که من از خونم دارم، از بچگیم دارم، این هستش که رفتم سر کت پدرم رو دسته یک صندلی آویزون بود، یه خونه بود که یادم نیست کجاست، یه صندلی بود که فلزی بود، این یادمه، و از تو جیب بغلش خودنویسش رو برداشتم. بعد رفتم توی یه ایوونی که جلوی خونه بود، گذاشتم زیر رو زمین، با سنگ زدم شکستمش. این قدیمی‌ترین خاطره‌ایه که من دارم. یعنی از اول بچه ناراحتی بودم، خیلی خاطرات کودکیم خاطرات خوبی نبود. این که چی شد کارتونیست شدم، خب
خب از بچگی میدونم خیلی طراحی دوست داشتم، خیلی کوچیک بودم. کوچیکی بودیم میگین سخت بود؟ ببخشید میپرسم، مثلا یعنی کتک میخوردین یا مدرسه؟ مثلا من خودم تو ایران که بودم هم معلم ها کتک هم میزنن، نزدیک بود چند دفعه بهم تجاوز بشه. من یعنی یه سری مسائل اینجوری تو جوانیم تو ایران داشتم. نه من اینقدر بچه ترسوی بودم که اینقدر از ترسم اینقدر درس میخوندم که از معلم ها کتک نخورم و اینا. همیشه تو دوران ابتدایی اینا که شاگرد اول بودم، تو دوره دبیرستانم خیلی استعدادم توی ریاضیات اینا کم بود و متاسفانه رشته ریاضی هم خوندم. تمام مسئله های ریاضی و فیزیک و شیمی و اینا رو حفظ میکردم، امتحان میدادم. میدونی یعنی میدونی چه پوستی از آدم کنده میشه که چیزی رو نمیفهمه و حفظش بکنه. من تنها کاری که خیلی دوست داشتم این منحنیایی بود که یه جوری نقاط مختلفش رو پیدا میکردیم، بعد زیر منحنی رو هاشور میزدیم. من اون هاشور زدن زیر منحنی رو خیلی دوست داشتم و هیچ وقت تا همین الان بعد از چون دونم 40 سال 40 چند سال هنوز نفهمیدم حد یه چیزی برای چی باید به سمت صفر میل بکنه، بعد خودش بشه صفر. اصلا حد چیه؟ چرا به سمت صفر میل میکنه؟ میدونی یعنی فارغ التحصیل رشته ریاضی هم اصلا. اینه که نه ترسای اینطوری نداشتم، ولی پدر من شاعر بود. پدر من شاعر بود و مثل خیلی از شاعرهای دهه 30 در ایران، 30 شمسی در ایران اعتیادم داشت. بنابراین آدم بسیار نازنینی هم بود. یعنی این بخشش که من میگم آدم بسیار نازنین بود، الان میتونم بگم که 16 سال از پدرم بزرگتر هستم. پدرم هم 44 سال بیشتر زندگی نکرد. دست زد به تخریب خودش، یعنی خودش رو نابود کرد. میدونی چقدر جوان بودن؟ خیلی جوان فوت کرد. من 20 سالم بودم، 21 سالم بود، پدرم 44 سالش بود. خیلی جوان ازدواج کرد، خیلی جوانم از دنیا رفت و به هیچ کاری هم نرسید. یعنی عملا هیچ کاری نتونست بکنه در زندگیش. الان بیشتر درکش میکنم، الان بهتر درکش میکنم، الان بیشتر مشکلاتش رو حس میکنم. اون موقع که بچه بودم خب توقع داشتم که مثل بچه های دیگه یه پدر خیلی چیز داشته باشم، سرحال، دنبال زندگیه که مثلا خون زندگی خیلی خوبی برای ما درست بکنه، به بچه هاش برسه اینا. نه بابا، من اصلا اهل این حرفا نبود. در تخریب خودش استاد بود، میدونی. و خب منم خیلی دلخور بودم از این بابت دیگه. در تمام دوران تینیجری و نوجوانی و اینا خیلی اختلاف داشتم با بابام. و بعد از این اتفاق براشون مثلا کی مسئولیت خانواده رو چجوری بیشتر به عهده گرفت؟ مادرم. اصلا همیشه مسئول خانواده مادرم بود، چه در حیات پدرم چه بعد از اینکه پدرم فوت کرد. مادر من هم پدرمون بود هم مادرمون بود، هم خرجی میداد، هم کار میکرد، هم زندگی رو میچرخون. حتی برای پدرم لباس میخرید، یعنی کفش و جوراب و چه میدونم شورت و پوش. سخت بود واقعا. یه مادر تنهایی سه تا بچه، یعنی واقعا دمش گرم. قشنگ معلومه آدم شیرزنیه. آره. واقعا. آره حالا شیرزن یا نمیدونم، الان که میگن اینم یه جور سکسیزم، نباید گفت شیرزن بودم. آره بعد احترام بذاریم به فمینیستا و اینا. آره نه شیرزن که، ولی خب بالاخره میدونی خیلی آدمی مستقل بدشانسی بوده شاید. ولی در نهایت برها من دوره کودکی خیلی درخشانی از این بابت نداشتم و تأثیر خوبی هم توی خانواده از این بابت نگرفتم. ولی نقاشی رو خیلی دوست داشتم. یادم اون دوره اسمش کلفت بود. الان میگن که زشت بگیم کلفت داشتیم یا نوکر داشتیم. ما یه خونهی داشتیم که 120 متر بیشتر نبود. یعنی زندگی هم پدرم هم مادرم هر دو دبیر دبیرستان بودن. خب ادبیات فارسی درس میدن، اصلا آدم های پولداری نبودیم. ولی اون موقع داشتن مثلا یه آدمی به اسم مستخده، حالا میگن اون موقع میگفتن کلفت و نوکر، الان دیگه نمیگن، دیگه میگن زشته نباید گفت. آره به اسم مستخده اون موقع خیلی رایج بود. یه دختر جوان شهرستانی بود، من عاشقش بودم. یعنی من هنوز مدرسه نمیرفتم، اسمش نوشین بود. تا یکی دو سال پیش که میدونم زنده بود، امیدوارم هنوزم زنده باشه و سالم باشه.
خلاصه من که مثلا 4 سالم بود 5 سالم بود نوشین منو میبرد حموم. یکی از خاطرات هم این هستش، من توی حموم دفترش رو مداد برده بودم از نوشین 6-7 تا طراحی لخت کرده بودم توی حموم و خیلی خوب شد. یعنی یادم هنوز اون طراحی کوچیک کوچیک نوشین زیر دوشه خیلی کارهای قشنگی شده بود. اون موقع راست نبود پدر مادر رو نقاشی بچه هاشون رو حفظ کنن یا نگه دارن، الان آرزو میکنم کاش بود. و روزایی که مادرم اینا میرفتن، اون حتی اتاق برای مستقل نداشتیم، ما نوشین همون کنار اتاقی که مثلا کنار پذیرایی میخوابید یا رخت خواب پهن میکرد میخوابید، صبح هم جمعش میکرد. یه سالم بیشتر با ما نبود، ولی تو اون یه سال دو سالی که با ما بود، من یک عالمه طراحی از نوشین کرده بودم، در حال قند شکستن، در حال آشپزی کردن، در حال نمیدونم حموم کردن، انواع اقسام خیلی طراحی کردن، نقاشی کردن از همون موقع دوست داشتم. خیلی هم البته با استعداد نبودم، از کار الان هم نگاه بکنیم میبینیم خیلی طراح فوق‌العاده نیستم، اما این کارو خیلی دوست داشتم و بسیار توی رنگ آمیزی این چیزا بی استعداد بودم. برای همین هیچ وقت نمیدونستم باید چی کاره بشم و حتی نقاشی به اون مفهوم برام دست نیافتنی بود. تا اینکه اگه هر جا خیلی زیاد رفتم و اینا، نه این خیلی عالیه اتفاقا، من اصلا دارم کیف میکنم. آره خلاصه هیچ وقت نمیدونستم چی کاره میخوام بشم، میدونستم نقاش نمیتونم بشم برای که رنگا رو نمیشناختم. من هنوز فرق بین رنگ صورتی و بنفش رو واقعا نمیدونم، بعضی وقت عوضی انتخاب میکنم این دو تا جای هم دیگه، شاید کورنگی دارم نمیدونم. ولی میدونستم نقاش نمیتونم بشم. مادرم یه روزی از دبیرستان برگشت، خیلی سال بعد که من دیگه کم کم داشتم سالهای آخر دبیرستان بودم، گفتش که یکی از شاگردان یه رشته مهندسی قبول شده، مهندسی معماری، که کنکورش دیگه ریاضیات نیست که تو اینقدر بدبختی توشو نمیفهمی و استعداد نداری، کنکورش نقاشی، طراحی کنکورش، بعد تو باید حتما باید معمار بشی. بعد من فکر کنم که ایوا این درسته، من باید معمار بشم، چون البته نمیدونستم معماری چیه، ولی برای اینکه کنکورش طراحیه. و تصمیم گرفتم از سال سوم دبیرستان که معمار باشم. در این حال همون سال بود که اصلا بهترین سالهای دوران پهلوی همون 55 تا 57 بود، 55 56 50 به اعتقاد من، موقعی که من 16 17 18 ساله شدم. آره چه موقعی هم بود اونجا قشنگ اوج فکر میکنم پارتی کردن و جوونی کردن و هیچ پارتی من نرفت. البته نه آره چرا پارتی رفتم، من یکی از معدود آدمایی هستم که در دوران شاه دبیرستان مختلط میرفتم. توی ایران در قبل از انقلاب 3 تا دبیرستان مختلط بود، یکی دبیرستان رازی بود، یکی دبیرستان دانشگاه ملی بود و یک دبیرستان کوچکی بود در خیابون دولت به اسم دبیرستان جامعه، که من در دبیرستان جامعه درس میخوندم دوران 4 سال دبیرستانم و این دبیرستان مختلط بود. ماهی یه دفعه دو دفعه هم بچه های دبیرستان دخترای کلاس اینا پارتی میدادن، هر از گاهی ما رو هم دعوت میکردن، منم میرفتم، خیلی هم بهمون خوش میگذشت. البته الان اگر عکسای اون دوران ما رو ببینیم اصلا شبیه نه ما نه دخترامون شبیه دختر پسرهای امروزی نیستن، یا اون چیزی که در کانادا و امریکا میبینیم، یا اون چیزی که حتی در ایران میبینیم. میدونی اون موقع هممون از دم سیبیل داشتیم، هم دختر هم پسر، خیلی قیافه‌های معمولی و عادی داشتیم، چیز خاصی نبود، اتفاق خاصی نبود. از این بابت خب خیلی چیز بودیم، خیلی خاص بودیم. دبیرستانمون دبیرستان خوبی بود، خیلی هم کلاسی خوبی داشتیم. ولی اون 3 سال 3 سال بی نظیری بود، از این بابت که یک مرتبه چهره همه چیز در تهران عوض شد. حالا ایران من خبر ندارم، چون من محصل بودم، فقط فاصله بین خونه و مدرسه میرفتم و هیچ کار دیگه مادرم اجازه نمیداد بکنم. مادرم میگفت چه هر وقت رفتی دانشگاه هر گویی خواستی اون موقع بخور، فعلا درس بخون. و من منتظر بودم برم دانشگاه یه گویی بخورم که وقتی هم رفتم دانشگاه انقلاب شد، یعنی اونجا هم هیچ گویی نتونستم بخورم. انقلاب برم که... ایران بودین هنوز شما وقتی که انقلاب؟ آره سال 57 بود دیگه، من 57 دانشگاه قبول شدم انقلاب شد، یعنی من دانشجو شدم انقلاب. دانشگاه بیرم. یادم نیست دقیقاً اون اوایل چند سال اول بسته شدن دانشگاه نه یا بله آره میگه یه ترم رفتم سر کلاس مثلا 6 واحد گذروندم، همش هم تعطیل بود و
تعطیلش میکردن بریم تظاهرات، تعطیلش میکردن بریم نمیدونم این حرفا، گروه سیاسی کلاس ها تعطیل میکردن. بعدم که انقلاب مثلا پیروز شده و دانشگاه باز شد رفتیم نشستیم، انقلاب فرهنگی شد، بلافاصله هم تعطیل شد، 3 سال تعطیل بود. یعنی من به خاطر جنگ تعطیل شد یا نه انقلاب فرهنگی به خاطر یعنی من دوره انقلاب فرهنگی دانشجو بودم، مثلا دانشجو معماری بودم، ولی 3 سال چیکار کردیم پس؟ زنگ گرفتم. حالا داشتم درباره این میگفت، درباره اون 3 سال بین 16 تا 18 سالگی میگفتم که چهره تهران عوض شد. یعنی یک مرتبه موزه هنری معاصر باز شد، فرهنگسرای نیاوران باز شد، تلویزیون، برنامه های تلویزیون تغییر کرد، مثلا کارتون هایی که همیشه میدیدیم تغییر کرد یه مرتبه. چون من پلنگ صورتی، حالا الان همه پلنگ صورتی دیدن، ولی اون موقع ما اولین بار بود میدیدیم و اصلا شبیه هیچ کدوم از اون کارتون هایی که تا قبل از اون میدیدیم، کارتون های مثلا کمپانی هانو باربارا بود و این حرفا، شبیه اونا نبود، خیلی انتلکتوالی بود، خیلی خنده دار بود. بعد صدای ایرج صدای ناصر طهماسب اومد تو دوبله که یه صدای فوق العاده خاص اصلا مال اون دور. بعد رادیو، یه رادیو تهران داشتیم با صدای سعید قائم مقامی که این صداش زیباترین و سکسی ترین و رمانتیک ترین صداییه که از 16 سالگی تا امروز شنیدم. یعنی من صدا از این زیباتر و برنامه رادیویی از این جذابتر در زندگیم نشنیدم. آهنگای روز دنیا رو پخش میکرد، بینابینش هم حرف میزد. بعد وسط های مثلا سال اول دوم رادیو تهران، مثلا آقای ایناندو هم که گزارش ورزشی میکرد اون موقع توی رادیو تلویزیون بسکتبال گزارش میکرد، اونم اومد مثلا یکی از گوینده های رادیو شد. اصلا همه چیز خاص شد یه مرتبه، همه چیز تغییر کرد. تو همیشه یه تیکه‌ای از چارلی چاپلین می‌دیدیم تو تلویزیون و لورل هاردی و اینا، یه مرتبه مثلا هارولد لوید اومد، یا چهارشنبه ها فکر می‌کنم چهارشنبه شب و فستیوال فیلم‌های اینگمار برگمن می‌ذاشتن، یک چیز عجیب غریبی شده. آره آره، هم اینجا نمی‌ذارن، یعنی اینجا اونجا کجا الان صدا و سیما الان کجا. آره خیلی فرق کرده بود، یعنی یک کلاس عجیب غریب. من انقدر دوست داشتم رادیو خودمون، رادیو تهران اون سالو و تلویزیون رو و موزه هنرهای معاصر رو و فرهنگسرای نیاوران. فرهنگسرای نیاوران همون اولین قدم یه فستیوال گذاشت، یه جشنواره برگزار کرد، جشنواره پانتومیم، چند تا گروه همه غیر از مارسو اومده بودن، مثلا هنرمندای بزرگ این رشته رو از جاهای مختلف دنیا دعوت کرده بود. تو باغش برگزار میکرد، شبا میرفتم بلیط میخریدم، مثلا 17 سالم بود بلیط میخریدم، یادم نیستم 10 تومن 20 تومن چقدر، بعد میرفتم تو باغ میشستم اینا برنامه اجرا میکرد، انقدر خوب بود، یعنی عشق میکردم. خود موزه هنر معاصر که اصلا اونی نیست، نبود که الان هست، یعنی الان وقتی شما تشریف میبرید موزه این شکلی نبود. موزه هنر معاصر بوش با تمام شهر فرق میکرد، اون بتونا، اون در دیوارا یه بوی عجیبی میداد، اصلا مست میشدم. غیر از اینکه معماریش مجذوب کننده بود برای من، اون حوض روغن که اون وسط بود مجذوب کننده بود، کارهایی که رو دیوار بود، کارهای پیکاسو، ونگو، گوگن، چه میتونم اصلا دیوانه کنم. به کتاب خونه داشتیم، کتاب خونه بی نظیر بود و اون موقع به سیستم اوپن چیز میشد، اداره میشد، فرق میکرد با الان. و همینطور کتاب خونه فرهنگسرای نیاوران که الان برداشتن زیرش و اون پیلوتی زیرش رو برداشتن، نمیدونم دیوار کشیدن نمازخونه که اصلا یه شکل دیگه شده، اون موقع یه چیز دیگه. اصلا نمیخواستم اون فضا رو دست بدم. یکی از دلایلی که سال 57 که انقلاب شروع شد من ضد انقلاب بودم، اصلا نرفتم تو خیابون. به هر کس که الان میگی باور نمیکنه، میگن نه تو دروغ میگه، چون الان همه میگن ما نبودیم، ما این کارو نکردیم. ولی یکی از کسایی که خیلی متنفر بود از اینکه چیزی تغییر بکنه و انقلاب بشه من بودم، برای اینکه به نفع عجیب غریبی از وضعیتی که اون 2-3 سال آخر داشتم راضی بودم، خیلی اون فضا رو دوست داشتم و قطعا میدونستم که این فضا تغییر میکنه بعد از انقلاب و این چیزها رو از دست میدم. دلیل اینم که میدونستم خیلی ساده بود،
به محض اینکه کتاب آقای خمینی منتشر شد با جلد سفید به محض، یعنی میدونید انقلاب داشت گسترش پیدا میکرد و یه سری آزادی دادن و یه سری کتاب و جلد سفید چاپ میشد و افست میشد و جلو دانشگاه میفروختن. تو همون هنوز انقلاب پیروز نشده بود، تو همون دوره من خیلی از این کتاب های ممنوعه رو خوندم. مثلا اون دوره خیلی این کتاب باب بود، یعنی خیلی مهم بود. الان جلوت بریزن محال ممکنه بخونی اینا رو. مثلا مادر ماکسیم گورکی یکی از خسته کننده ترین رمانایی که در زندگی من خوندم. حالا الان نمیخوام قضاوت بکنم برای اینکه چه میدونم 40 سال از خوندنش گذشته یادم رفته اصلا چی بوده یا چگونه فولاد آب دیده شد یا چشم هایش بزرگ علوی، این رمان رو دوست داشتم. یه کتابای ممنوعه مثلا جلال آلا احمد، همه این کتابا رو اون همون سال 56 57 خوندم و یکی از کتابایی که خوندم حکومت اسلامی آقای خمینی بود و اون موقع به نظرم ترسناک بود. الان بخونم نمیترسم، برای که همه اون وعده‌هایی که داده بود مو به مو اجرا کرد. یعنی هیچ چیزی نیست که تو اون کتاب گفته باشه و اجرا نکرده باشه. ولی اون موقع برای یه بچه سوسولی که فقط به فاصله بین خونه و مدرسه‌ش رفته، بعد تازه مثلا 3 4 سالی بهش اجازه دادن تنهایی سینما بره یا بره فرنگسره نیاورون جشنواره نمیدونم تئاتر نگاه بکنه، این حرفا پانتومیم نگاه بکنه، برای من ترسناک بود. و وقتی که خوندم به این نتیجه رسیدم که به محض اینکه انقلاب پیروز بشه دیگه سعید قائم مقامی نخواهم داشت، دیگه تلویزیون اون برنامه‌ای که اون سریالی که دوست دارم نخواهم داشت، دیگه موزیک نخواهم داشت، دیگه سینما نخواهم داشت، دیگه موزه هنرهای معاصر نخواهم داشت. یعنی یه نگاه الان به نگاهی که اون موقع داشتم، نمیگم نگاه پیش چیزی نبوده، یعنی میدونی یعنی نگاه قابل افتخاری نیست، خیلی منفعت طلبانه بود، خیلی تو چارچوب محدود خودم نگاه میکردم به انقلاب و به منافع مردم و اینا، فقط از منظر منافع خودم نگاه میکردم. ولی از منظر منافع یه جوان 16-17 ساله 18 ساله به نظرم درست نمی اومد، به نظرم غلط می اومد و از همون منظر هم باش مخالفت می کردم، یعنی دوست نداشتم. خیلی 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 ناراحت بودم که داره انقلاب میشه، اصلا مریض شدم وقتی انقلاب شد. خیلی حالم خب بد بود. بعد از انقلاب و بعد از این داستانا بعد شما یه ازدواج کردین و الان و به چی شد؟ برگشت این دانشگاه یا شروع کردم به کار کردن؟ برگشتم، شروع کردم کار کردن. بعد که جنگ هم شده بود، که جنگ هم یه بهانه ای شده بود که سرکوب خیلی بیشتر بشه، هر چی مخالف بود و به بهانه اتحاد و فلان و اینا. سه سال دانشگاه تعطیل بود و من توی خونه کاری نداشتم، من صبح و تلویزیون هم هیچی نداشت، یعنی اینم توجه داشته باشین که برنامه‌های تلویزیون ساعت 6 بعد از ظهر شروع می‌شد و تا 6 بعد از ظهر هیچ کاری نداشتی بکنی. من صبح میشستم تو خونه کتاب میخوندم یا طراحی میکردم، هیچ کاری دیگه ای نداشتم بکنم. بعد پا میشدم میرفتم توی خیابون، ساعت مثلا 4-5 که هوایی کمی خنک‌تر میشد، از خیابون دولت که خونمون خیابون دولت بود پیاده میرفتم قلهک، بعد پیاده میرفتم سمت پایین میرداماد، ظفر و میرداماد. اونجا یک دور کتاب فروشی بود کنار خیابون، لوازم طراحی فروشی، کتاب فروشی، تو اینا میرفتم یه چرخ میزدم، گاهی یه کتابی می‌خریدم، بعد با اتوبوس برمیگشتم خونه، کتاب می‌خوندم بعد از ظهر و تلویزیون. این موقع مجله گل آقا بود هنوز یا نه؟ اینا قبل از انقلاب. اینا اول انقلاب دهیش هست. نه گل آقا خیلی 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 بعد از این. گل آقا تو دهه 70 منتشر شد. هنوز دهیش هست، اوایل دهیش هست. و دهیش هست بعد فکر میکنم توی مجله بودش، جایی بود که کاریکاتور هیچ جایی نبود که ساتایر رو اینجور انتقادهای جایی گفتن. یکی دو تا همون اول انقلاب منتشر شد، خیلی سریع اینا تعطیل شدن. اون چیزی که یادم رفت بگم از قبل از انقلاب، تو اون فضای عالی که گفت برای تعریف کردم که چه موقعیت‌های خوبی داشتیم و چه فضای خوبی به وجود اومده بود، مجله سروش، مجله تماشا منتشر میشد، مجله تلویزیون بود، بعدا تغییر اسم داد، بعد از انقلاب شد سروش.
نمیدونم هنوزم در میاد یا بالاخره تعطیلش کردن رفته کارش، ولی موقعی که مجله تماشا بود این مجله بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود. و خانم ایران دخت مؤسس انتهای مجله تماشا دو صفحه معرفی طراح و کارتونیست‌های معروف دنیا رو داشت که اون دو صفحهش خیلی رو من اثر گذاشت. یکی از دلایلی که من رفتم دنبال کشیدن کارتون و کاریکاتور این حرفا اون خانم مؤسس بود با اون دو صفحه انتهایی مجله تماشا. اینو از صحبت قبلی فراموش کردم بگم. توی دوره انقلاب فرهنگی هم که بیکار بودم صبح میرفتم قدم بزنم، توی یکی از همین قدم زدن هم یه پیکانی ایستاد با 4-5 تا سرنشین ریشو، یکیشون اومد بیرون یقمو گرفت کنار خیابون که تو سر این چهار راه از مثلا چیز بودن، نمیدونم پدر بزرگ این سپاه و بسیج امروز، بسیجوی اون موقع بودن که شهر رو کنترل میکردن، بهم گفتش که تو اون چاره بالایی از توی اون پیکان سفید پیاده شدی، در حالی که بیخود میگفت من تمام مسیر رو پیاده اومدم. و این که تو از پیکان سفید پیاده شدی اون موقع خیلی حرف ترسناکی بود، برای اینکه مرتب میگفتن زده انقلاب بعد از انقلاب ساواکی‌ها و اینا پیکان‌های سفید دارن و با پیکان‌های سفید تو شهر تردد میکنن، چنان بمب‌گذاری میکنن، آدم میکشن، چی میکنن. این که بگن که تو از اون پیکان سفید پیاده شدی میتونست قدم بعدیش این بشه که مثلا تو چیز هستی، ساواکی هستی یا زده انقلاب هستی یا هرچی، و آدم بگیرن دستگیر کنن ببرن اینا. حالا مثلا این رفتم قدم بزن، گفتم نه والا من پیاده اومدم، اصلا از پیکان پیاده نشدم، کدوم پیکان؟ گفتش خب حالا غیر از اینکه سیگار میکشی ببینم چه موادی میکشی. گفتم قرآن مجید هیچ، فقط ما سیگار. اون موقعش هم سیگاری بود، من سیگاری خیلی قدیمی هستم. گفتم نه من فقط سیگار میکشم. بعد جیبمو گشت و دادم، گفت کفشاتو در بیار، کفشمو گشت و بعد هیچی پیدا نکرد. خب طبیعتاً چون هیچی هم نداشتم سوار شد. میخوام بگم که حتی قدم زدن معمولیش هم مخاطره‌آمیز بود، ضمن اینکه خیلی از این داستانا میشینید که فلانی مثلا رفت نون بخره دستگیرش کردن بردن اعدامش کردن، یا فلانی رفت پنیر بخره 6 ماه بعد از زندان آزاد شد. اینکه تو رفتی بیرون ممکنه به هر علتی به تیر قیب دو چارشی و برگردی، خیلی اتفاق ترسناکی بود. آره این شد که سعی کردم خب بیرونم کمتر برم. یکی از دوستام همون موقع از هم کلاسی دانشگاه یه کاری پیدا کرد توی اداره نیمه دولتی، البته دولتی نبود موقع، اداره خصوصی بود، بعدها سالها بعد دولتی شد، یه اداره حسابرسی بود. اینا یه سری فرمای حسابرسی بود، اون موقع مجبور بودم با دست بکشن فرما رو، جس جدول احتیاج داشتن. گفتش که من دارم جدول برای اینا میکشم، اینا یه اتاق طراحی داره، میخوای تو هم با هم دیگه کار بکنیم؟ من گفتم باشه. من توی همون دهه 60 همون 3 سال انقلاب فرهنگی توی اون اداره با ماهی 2000 تومان علل حساب حقوق ثابت میگرفتم تا بعد گزینش بشم و چیز کنم. هیچ وقتم گزینش نشدم، آخرش هم اومدم بیرون. ولی یه سال دو سال اونجا با ماهی 2000 تومن براشون جدول میکشیدم. بعد از 3 سال که دانشگاه باشم خب هیچ کاری نکرده بودم، تو دانشگاه هم سیاسی نبودم، جز گروه سیاسی هم نبودم و اینا. به این علت که گروه سیاسی که آدم جذب میکردن میگفتن، میمادم پیشنهاد میدادن بریم کوه و اینا، من اهل ورزش نبودم، من سیگاری بودم، هیچ وقت حوصله کوه رفتن نداشتم. یه دفعه رفته بودم تو اوچاد دیده بودم، بعد میدونستم بالا خبری نیست و اینا، دیگه نمیرفتم. برای همین تو دانشگاه هم قبول هم کردم، یعنی کاری نکرده بودم، کاری نبودم، فقط شوخی میکردم، میخندیدم اینا، برای همین قبول هم کردم. گروه سیاسی اون موقع هنوز با هم خیلی هم دشمن نبودن، قبل از انقلاب فرهنگی میدونید. و اینطوری بود که میدیدم من طراحی میکنم و دوست دارم و اینا، بعضیاشون میومدن بهم پیشنهاد میکردن. مثلا انتخابات ریاست جمهوری، اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یکیشون اومد گروه فکر کنم انجمن اسلامی ها بودن اون موقع، از بنی سعد حمایت میکردن. گفتم تو یه بنی سعد بر ما میکشی؟ گفتم چرا نمیکشم، میکشم یه بنی سعد براشون کشتم. حالا اصلا از هیچ کدومشون خوشم نمیومد، ولی دوستای دانشگاه هم بودن. بعد چپا اومدن گفتن که تو یه پوستر مولا آواره برامون میکشی. مثلا نه اون موقع میدونستم مولا آواره کیه، هنوزم به خدا نمیدونم، ولی اسمش
خیلی قشنگ بود، مولا آواره، این آواره بودن این مولا خیلی برام جالب بود. گفتم چرا نمیکشم یه مولا آواره هم برای اونا کشیدم. بعد مجاهده اومدن گفتم ببین تو برای همه دادید میکشه اینا، خب یه دونه مسعود رجوی هم برای ما بکش. گفتم باشه میکشم، البته نکشیدم، نمیدونم چرا، الان که فکر میکنم یادم نمیاد چرا نکشیدم. ولی واقعیت این بود که همه با هم رفیق بودیم، یعنی تا دو ماه سه ماه قبل از اینکه انقلاب بشه هیچ کدوم وابسته به هیچ طرفی نبودن، همه توی یه کلاس نشسته بودیم. میدونیم خیلی برام عجیب بود چطوری این انشقاق و انفکاک و این حرفا اتفاق افتاد، اینا از همدیگه همه دور شدن به تدریج و اینقدر مرزا پررنگ شد، عجیب غریب شد. خلاصه این بود سرگذشت و جنگ، و من اینقدر از جنگ میترسیدم و از مردن میترسیدم و هنوزم میترسم از مردن، از جنگ هنوزم میترسم، اصلا در خودم نمیدیدم که یه گلوله بتونم شلیک بکنم. این شد وقتی که این شد که من یه لیسانس رو نزدیک به 10 سال طول دادم تا گرفتم، در حالی که میتونستم دکترا گرفته باشم توی مدت، فقط برای اینکه جنگ نرم. و آخرش هم میدونم سال 66 دیگه مجبور شدم تموم کنم درسم، و در حالی که جنگ هنوز تموم نشده بود، وقتی رفتم دفترچه گرفتم هنوز جنگ بود، دیگه مطمئن بودم کشته میشم چون پارتی نداشتم و قد من بلند بود، توی هیچ خاکریزی جا نمیشدم و اصلا اینقدر آدم کندی، اصلا تو عمرم هم ورزش نکرده بودم هیچ ورزشی، و تو مدرسه اگه گرگم به هوا بازی میکردیم من گرگ میشدم، تا آخر زنگ تفریح گرگ من بودم چون هیچ کس رو نگرفته بودم، متوجه هستی؟ یعنی خیلی اوضاعم خراب بود. توی یارکشی وقتی فوتبال بازی میکردن من نفر آخری بودم که بلیجوار انتخابم میکردن، یعنی همه کشیده بودن رفته بودن، فقط من زیادی بودم، زیادی مونده بودم دیگه، هر کس مونده بود. بعدم معمولا بک وای میستادم چون زایه‌ترین پست در فوتبال مدرسه این که تو بک وایسی، یعنی هیچ کاری نکنی دم دروازه، اونم توپ میرسید 50-50 بود، 50% احتمال داشت زیرش بزنم توپ دور شه، 50% دیگه احتمال داشت که یه جوری بزنم بره تو گل خودمون، و همه با وحشت من انتخاب میکردن. بعد چی شد؟ خب این پروسه‌ای که از یه آدمی که الان خودتون بودین خیلی سیاسی نبودین و خیلی با همه هم اوکی بودین و یه رابطه با همه آدم مختلفی داشتین و سرتون تو کار خودتون، چی شد این سیر این کار چجوری تبدیل شد؟ من هنوزم خودم رو سیاسی نمیدونم، یعنی من سیاسی به اون مفهوم که تلاش بکنم یه گروه خاصی برنده بشه، یا حتی پروسه کار شما هم خب به نظر من یه برداشت و یه انتقاد یا یه ساتایری از جامعه و اتفاقات خیلی بی‌طرفانه بوده کاراتون. من فکرم حالا شاید یه چند سالی شاید یه ذره جهت گرفته باشه، شاید اشتباه کنم. نه درست میگی، 10 سال که جهت داره البته، و اون جهتش یعنی جهتش هم در این جهت هستش که به هر حال این حکومتی که الان داره، این گروهی که دارن حکومت میکنن، من به حق نمیدونم، هیچ وقت به حق نمیدونستم، متوجه هستیم؟ جهتش این هستش. ولی من نسخه نمیتونم بپیچم، یعنی من نمیگم این حکومت نباید باشه به نفع فلان گروه، متوجه هستیم؟ فرقش اینه، یعنی فرق آدم سیاسی با آدم غیر سیاسی اینه. آدم سیاسی تلاشش برای این هستش که قدرت سیاسی رو کسب کنه، یا در انتقالش به یه گروهی که دوست داره مؤثر باشه. من هیچ گروه سیاسی خاصی رو ساپورت نمی کنم، من این حکومت رو دوست ندارم، نمیخوام باشه. نمیدونی؟ من خودم منم مثلا خیلی بهم فوش میدن، یه سری به من میگن آقا تو چرا نمیای که بیشتر ضد این حکومت حرف بزنی یا فلان. اولا که من همیشه حرف و انتقادامو، من هر کی تو قدرت باشه چه آخون چه شاه و داره درسته، از حق مردمش میزنه، من انتقاد خواهم کرد. بله. و همیشه پیشنهاد من که یک فکر میکنم unpopular opinionی باشه و خیلی معروف نباشه تو خیلی جاها، اینه که اگه پس فردا ما واقعا یه ایران آزادی مثلا بخوام، یه جامعه نیمچه دموکراتیکی، باید همه جور اقشار و آدم و اقلیت و غیره و غیره رپرزنت بشن توی جامعه. بله. و توی دولت، یعنی چه از حزب الله گرفته تا چپی ایتیست تا حتی مجاهدی که میدونم خیلی متنفرن از اونا. بله. یا از اقلیت‌های دینی و مذهبی دیگه، و همه آدم‌ها باید نماینده داشته باشن به نظر من. درسته. اگه بخوان تا اینا با هم نتونن کار کنن، فقط یه دیکتاتور با یه دیکتاتور دیگه فقط جای دقیقاً، یعنی باز
باز میدونی من یه انقلاب رو دیدم، آدم ها رو هم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دیدم، من مقایسه میکنم. اون چیزی که الان این جوونه که میگن درکشون نمیکنم، نمیفهمم، متوجه نمیشن که من چی دارم میگم، همینه، این مقایسه ای که دارم میکنم، نمیتونن متوجه بشن که من عین همین حرفا رو یه دور دیگه شنیدم، عین همین وعده ها رو یک بار دیگه شنیدم، عین همین رفتارها رو یک جور دیگه یک بار دیگه قبلا دیدم و تغییر آدم ها رو هم دیدم. دیدم چطور یه آدمی از موضع مثلا انقلابی دوستدار مردم تبدیل شده به یه هیولایی که آدم میخوره. میدونی من دیدم شعارهای مردم رو وقتی که میگفتن که نباید توی مملکت دیگه کتابی توقیف بشه، میگفتن. من فیلم دیدم تو تلویزیون جمهوری اسلامی سال 57، یعنی بعد درست انقلاب پیروز شده بود، این انقلابیون مسلمان و غیر مسلمان رفته بودن مثلا کتابا رو از انبارهای مثلا ساواک و اینا در آوردن، میگفتن این کتابا هر چی که هست باید خونده بشه، باید در دسترس مردم قرار گرفته بشه. دیگه تموم شد اون دورانی که کتاب توقیف میشه. میدونید حالا رسید به جایی که تیراژ کتاب در مملکت مثلا مملکتی که 30 میلیون بود مثلا 4000 تا تیراژ داشت، رسید به اینجایی که مملکت بشه 80 میلیون تیراژش بشه 500 نسخه و باز هم تازه اون 500 نسخه جمع بشه چیز توقیف بشه، خونده نشه، نذارن کسی کتاب چاپ بکنه. یعنی همه این چیزها رو من دیدم. نمیتونم به وعده چیز کنم، اکتفا کنم. شما وقتی که هیچ مسئولیتی نداری میتونی بگی که آره ما یه حکومتی میشه در حکومت بعد، اما حق به حق دار میرسه، اینو همه میتونیم بگیم، درسته؟ ولی در حکومت بعد نه من نوعی، نه شمای نوعی، نه اون کسی که این حرف رو زده، ممکنه هممون هیچ کاره بشیم، جوی ساخته خواهد شد که این جو ممکن به هر سمتی بره و شما هیچ کاری نمیتونین بکنین، هیچ جوری نمیتونین این جو رو تغییر بدین و برش گردونین و تبدیلش بکنین اون چیزی که میخواین. مگه اینکه نمیدونم، یکی از ترسای من برای تغییر همیشه همین بوده. البته ترس از تغییر نباید باعث بشه که جلوی تغییر بایستی. من جلوی تغییر نمیستم، من کنار میستم تا هر اتفاقی میخواد بیفته و دعا میکنم که اتفاق شکل درستش بیفته و نمیدونم. آره، ولی نمیتونم از کسی دفاع بکنم پیش را پیش هر کاری که تایید بکنم. بعد من کارتونیستم، کارتونیست وظیفش دفاع از حق اقلیتیه که در قدرت نیست. این اقلیت میتونه یک دوره‌ای من شمایی باشین یا همین دوستانی باشن که الان اعتراض دارن به حکومت جمهوری اسلامی، ممکن اگه من زنده باشم و 20 سال بگذره، ممکن اون مذهبیایی باشن که حقشون در اقلیت قرار گرفتن و الان حقشون یک جورایی داره تهدید میشه. اون موقع من در خودم این پرنسیپ رو برای خودم قائل هستم که اون داره از حق اونا دفاع بکنن، حتی اگه خودم باشون موافق نباشم، یعنی با ایدهشون، با مذهبشون، با اعتقاداتشون، با اون چیزی که دوست دارن، با اون چیزی که میخوان، متوجه هستین؟ ولی اینو وظیفه کارتونیست میدونم. من سوالم خواست از اون همین رو بپرسم که در مورد همین داستانه و اینکه نقش هنرمند چیه در یک جامعه. این یه بحثی که من خیلی وقتا پیش میاد بین من و دوستانم و اینکه چون بعضی میگن آقا تو چون یه تریبون داری یا یه وظیفه داری یا یه مسئولیت داری، اگه مثلا 10,000 تا طرف را داشتی یا 4 میلیون تا، خب به نظرم یه فرقی هستش. و کلن آیا یه هنرمند یه وظیفه داره یا یه مسئولیتی داره که مسائل روز و توی تریبونش استفاده کنه که به گوش بیشتری برسونه یا انتقاد بکنه یا نکنه؟ یا اصلا این خیلی برای من همیشه سواله که جوابش خودم نمیدونم چیه. خب این جواب منم نمیدونم واقعا. یعنی اولا که من امیدوارم هنرمند باشم، مطمئن نیستم که هستم یا نیستم، ولی از اون طرف قطعا کارتونیست هستم. حالا اگر فاصله ای داشته باشه بین کارتونیست بودن و هنرمند بودن و این فاصله رو طی کرده باشم و نکرده باشم، اون یه بحث دیگه است. ولی خود کارتونیست بودن باید یه جور تعهد اجتماعی رو الزاماً به نظر من میخواد، یعنی من نمیتونم نداشته باشم این تعهد رو. ولی خودم به شخصه من طرفدار تز هنر برای هنر هستم، یعنی معتقد هستم که هیچ چیزی، هیچ دلیلی مهمتر از خود هنر برای هنر وجود نداره. در این حال من آرتیستا و هنرمندهایی که یک نگاهی هم به جامعه
جامعه که در زندگی میکنن دارن، اونا رو ترجیح میدم. اون دیگه میتونی ترجیحات شخصی من هستش، من اونا رو بیشتر دوست دارم، متوجه هستی؟ مثلا من آره، مثلا من شاملو رو دوست دارم. شاملو که از بوتای من توی ادبیات هستش، به خاطر اون نگاه اجتماعی که داشته و داره، حتی شعرهای عاشقانه‌اش هم یه ور اجتماعی داره، من این نگاه رو دوست دارم در شاملو. حالا بعضی میگن این یه نگاه قدیمی از مد افتاده است، اینا تحت تاثیر چه میدونم روشنفکرای فرانسوی نمیدونم دهه فلان بودن، تحت تاثیر اگزیستانسیالیست‌ها بودن، تحت تاثیر سارت بودن، هر چی که میگن. حالا این چیزا رو چون رام خوردم و کلم گرمه وارد نشم بهتره، چون پرت و پلا ممکنه بگم، فرماره ممکنه پرت و پلا بگم ازم ایراد بگیرم، ولی من این تیپ شاعرای اینطوری دوست دارم. یا مثلا شعرهای عاشقانه ناظم حکمت رو دوست دارم. اصلا ناظم حکمت به نظر من یکی از دلانگیزترین مخلوقات بشری است، دلانگیزترین شاعران جهان. شعراش با هر زبانی که با بدترین ادبیات هم که ترجمه یعنی با ادبیات بد، با فارسی بد هم که ترجمه میشه، وقتی میخونی باز یه چیزی تو جوهر اون شعر وجود داره که به نظر شخص من زیباست. در این حال نگاهش هم یه نگاه کاملا انسانیه، افکار سیاسیش هم چپ بوده. این که میگن چپ هرگز نفهمید، هر که اینو گفته گوه خورد. چپ خیلی هم خوب میفهمن، خیلی هاشون خیلی هم عالی میفهمن. اینم با اینکه من چپ هم نیستم، اینم توصیف بدم، والله به خدا به قرآن. آره من خودم همیشه میگم من اصلا طرفدار هیچ حزب با خط فکری نیستم، به خصوص دنیای امروز. من آدم با سواد رو و آدم با استعداد رو تو هر گوشه‌ای که وایساده باشم با هر پس زمینه فکری اینا رو دوست دارم. یعنی اصلا علت زندگی کردن، این که زندگی ارزش زندگی کردن داره، اینا هستن. یکی اصلا شما تصور بکنید جهان رو بدون مارکس، مگه میشه همچین چیزی؟ یه همچین متفکری و جهان تجربه نکرده بشه، یا جهان رو حالا چه میدونم بدون پوپه، یا هر کسی، هر متفکر دیگه، اهم از اونایی که طرفدار مارکسیسم موافق هستن یا مخالف هستن، ولی متفکر هستن و تأثیر گذار هستن، اینا ارزش زندگی کردن هستن. یعنی ما زندگی میکنیم فقط به خاطر لطف زندگی بودن ایناست، دیدن ایناست، خوندن ایناست، احساس کردن ایناست. هنرمندان برای من همین هستن. یعنی چه یه آرتیست آلمانی هستش که فاشیست بوده، اون زنه رفنی، من وقتی که مشروبم خوردم تلفظم خیلی افتضاح، اونی که از رژه فاشیستا توی آلمان هیتلری یه مستند خیلی معروف ساخته که هنوز هم درس میدن و توی چیزا نشون میدن. تصور کنی که مثلا این خانم نبوده، این مستند نمیساخت، فاشیست هم بوده. حالا این فاشیست بوده نبوده، کارش درجه یه که من یعنی میدونی من اون ماحصل عمر این آدم ها با هر ایده و عقیده و چیزی که داشتن برام ارزشمند، اگه کارشون درست انجام دادن، اگر خوب انجام دادن. مسلما یه ایده بد، یه ایده فاشیستی به زندگی ما خیلی ادامه نمیده، از بین میره، ولی یه کار هنری خوب، حتی اگر به نظر من هنرمندش اشتباه کرده باشه، اعتقادات اشتباه هم داشته باشه، اگر کارش خوب انجام داده باشه و صادقانه، یعنی به خودش دروغ نگفته باشه، به نظر من کماکان ارزش داره. من اینا رو دوست دارم. و آره، که در ادامه همین این سوال و این پیش میاد که دقیقا خب الان خیلی هستن که مثلا به خاطر تکنولوژی، به خاطر سوشل میدیا، حالا چه به حق چه به ناحق، هر دلیلی، یه سری ها چندین میلیون نفر فالوور دارن و اینم بحث رو یه جوری دیگه هم پیچیده میکنه. آیا اونا مثلا مسئولیتی دارن که رعایت کنن یه سری چیز رو، یا تریبونشون رو استفاده کنن که کار خیر کنن به چسب با هنرشون؟ و دیدیم خودمون دیگه، مثلا آدمایی که تو این بحثایی که پیش میاد یه کسی یه حرف اشتباهی میزنه و اون آدم رو کاملا حذف میکنن. حالا میگم چه درست چه غلط، چه کاری ندارم، ولی
خیلی این تکنولوژی عجیب غریب کرده به نظرم این داستانو، و خیلی وقتا میشه ازش به عنوان ابزاری استفاده کرد که کار خیر و خوب کرد، و خیلی وقتا هم ازش شاید ابزاری باشه که چیزای منفی تبلیغ بشه. ولی اون نهایتاً میگم اون این پلیس کردن این داستانا خیلی بحث پیچیده به نظر من، و که الان خیلی داغه و توی این دنیاهای اجتماعی. مثلا یه پیشنهاد که توییتر داشت میداد چند وقت پیش این بود که فالوورها رو و مقدار لایک رو اصلا کلن حذف کنه. یعنی تو نبینی که این مثلا 10,000 تا لایک داره و 1,000 تا ریتویت شده، به خاطر اینکه تو فقط به عنوان یک کانتنتی که اگه دوستاشو یا سپورت میکنی، میدونی اینجوری این جوی ایجاد نشه که آقا تو همه دارن این حرفا میزنن یا ما هم بزنیم یا تکرار کنیم، یا یعنی بسته یه کانتنت رو بسته به هوش خودمون یا سلیقه خودمون یا عقاید خودمون مثلا انتخاب کنیم و فیلتر کنیم. بحث جالبیه اونم خودش. بحث جالبیه، فکر بدی نیست، ولی هوش و حواس بیشتری میخواد برای اینکه آدم وارد این بحث بشه. قبول نداری؟ یعنی آره، بیا الان به چیزای سطحی تر و پیش و پا افتاده تر و درباره این چیزای آره چیزای خیلی سخت صحبت نکنیم. نه اینا فقط کلن چون کنجکاو بودم، چون این بحثی که همیشه با من پیش میاد که آقا ما چرا، آخه خیلی ما فوش میخوریم که آقا چرا این حرف نمیزنی، این کارو نمیکنی، و منم خیلی وقتا میگم آقا به خدا چرا نظری ندارم، یا نمیدونم نمیخوام نظر غلطی بدم، میخوام بذار اینفورم تر باشم، میخوام بیشتر تحصیل کنم، درس بخونم در موردش، یا مقاله بخونم. ببین اصلا ترسناک نظر دادن رو توی توییتر و تو مخصوصا تو توییتر ترسناک کردن. یعنی باید اینقدر به عواقب و جوانب نظری که میدی فکر بکنی که اصلا حوصله، یعنی خیلی وقتا اینی که آدم هیچی نگه و رد شه از کنارش بگذره شاید به صلاح بشه، این اون وقت این خطر وجود داره. آدمایی که حرف حساب دارن میزنن احساس تنهایی بکنن و احساس اینکه هیچ شنونده‌ای ندارن، هیچ بیننده‌ای ندارن، هیچ کس متوجه حرفشون نشده. این خیلی خطرناکه. از اون طرف برای اینکه با خودت راحت بشی و هر چیزی که فکر میکنی صحیح و درست و حرف منطقی و حرف حساب حداقل یه اکسال عملی نشون بدی در حد لایک زدن و این حرف به عواقبش هم فکر نکنی، بلکه فکر کنی که خب من این لایک رو میزنم بعدن چند ساعت نفرم بعد چند یه هفته هم دنبالش رو بگیرم و یه فوش بخورم و چند میزنم یه بعد بیرو بشنم و اینا. آره میفهمم. اینم خیلی چیز تصمیم خیلی دشواری، یعنی اصلا واقعیت دشواری هست. حالا من اصلا میخوام خیلی وقتا این آدما رو نمیشناسم، یعنی کسی که لایک میکنم حرفش رو فقط حرفش فکر میکنم، بعد میام میگه که نه این مثلا این خانم کیک بوده که در فلان جا فلان تاریخ فلان موضع رو گرفته. بابا به من چه ممکن مزخرف ترین آدم ها با مزخرف ترین موضع گیری ها یک دفعه حرف درست بزنه. وقتی که حرف درست میزنه حرف درست درسته، یعنی شما وقتی که من نمیدونم بک‌گراندش رو نمیدونم و اینا، حالا چه اشکالی داره؟ نمیدونم، من در خودم این چیزو نمیبینم، این ایرادو نمیبینم که هر چی که دوست دارم لایک بکنم. فقط درباره جمله یه نفر، درباره همون دو خطی که نوشته قضاوت داشته باشم، آیا درست نوشته به نظرم یا درست ننوشته، حالا به اینکه نیتش چی بوده یا چه قصدی داشته از این نوشته و اینا، نمیدونم، کار من نیستش. میفهمم. حالا یه سوال دیگه میخوام اصلا دیگه بحث به جای دیگه، چون که در مورد پدرتون هم صحبت کردی، من خود اولین جوینت زندگی اون بابام بهم داد و مثلا گفتش که آقا جوینت مثلا این ماریجوانا همیشه اگه توی این حد خودتو بدونی هر چیزی تو زندگی، و میگفت همینه، میگفت تو حد خودتو بدونی میتونی از همه چیز لذت ببری، اگه زیاده روی کنی مثل هر چیز دیگه تو رو به گاه میده. میدونی یعنی قشنگ این نصیحت های پدرانه ای بود که به من توی نوجوانی کرد، و من تا حدودی واقعا میتونم بگم بیشتر عمرم خیلی رابطه هلثی داشتم با این اکسپریمنت کردم با مشروب و با مواد و با کلن دنیایی که توش وارد شدم، دنیای خیلی ماجراجویی و ادونچری. که شما که مثلا حتی بعد از فوت پدرم مثلا یه سری چیزایی امتحان کردم، یه گیاهایی هستن، نمیدونم دمرشون چیزی خوندی یا چیزی، مثل آیوواسکا و ایبوگا یا ماجیک ماشروم و این چیزا، که میگن الان تحقیقاتی هستش در موردش که برای دیپرشن یا تراما این چیزا خیلی کمک میکنه.
ولی خب برای شمایی که مثلا پدرتون یه همچین رابطه ای داشتش با مواد مخدر، شما خودتون برداشت چجوری بودین؟ هیچ وقت چیزی تجربه کردین اصلا تو اون سمت اون دنیا رفتین اصلا یا نه؟ من به خاطر اینکه خیلی دلخور بودم از بابام، نه هیچ وقت. من تنها مخدری که استفاده میکنم سیگاره، اونم از دوران خیلی متاسفانه صد بار متاسفانه، از 18 سالگی تقریبا 17 سالگی شروع کردم سیگار کشیدن. الان بابت اونم خیلی خوشحال نیستم، حتی الکل هم اونقدر زیاد نمیخورم. واقعیتش اینه که اگر یه موردی مثل مورد الان مورد شما نباشه یا یه جایی نباشه اینا، اونجوری اهل مشروب خوردن نیستم. تازه که بعد از اینکه هواپیما رو زدن یه کمی در تنهایی هم گاهی گداری واقعا نمیتونم تحمل بکنم، یه چند تا گلاس مشروب میخورم و بیش از ویسکی هم میخورم. یه موقع خیلی بدم میومد، بعد به این نشستم که اصلا فقط همونه، یعنی مشروب یعنی همون اگواهی فقط شوخیه. البته این سلیقه شخصی من هست. و الان مثلا شما خودتونم مثلا چند تا بچه دارین شما؟ دو تا. و مثلا شما مثلا باهاشون صحبت میکنید در مورد اینا، مثلا همیشه پوزیشنتون چی بوده همیشه در مورد این وقتی میخواییم به هیچ؟ من هیچ وقت نهیشون نکردم، تشویقشون نکردم، هیچ چیزی نداشتم. امیدوار بودم که خودشون، بچه های من خیلی باشورتر از خودم شدن، نمیدونم چرا، یعنی اصلا شبیه من نیستن، در قیافه‌شون خیلی شبیه من هم. مطمئن باشیم پدر هر دوشون خودم هستن، هر دوشون هم دوچار ضعف مو و نمیدونم یه حرفا هستن، از این بابت هم شبیه هم هستیم. ولی خیلی آدم حسابی هم، خیلی مردان معقول و منطقی و درست حسابی هستن. من کلا خیلی روحیم با مواد مخدر و اینا جوینت و اینا که اصلا نمیتونم بکشم، یعنی یه چند بار امتحان کردم، اولی پوک میزنم بیهوش میشم میفتم، نمیدونم چرا اینطوری رو من اثر میذاره. و یعنی هیچ دیگه از نمیفهمم، هیچ چیزی از جهان دیگه درک نمی کنم، حتی فرصت نمی کنم ازش لذت بیارم، یعنی با اولی دومین پوکی که میزنم بیهوشم. یک دو سه دفعه این تجربیات میدونم به درد چه کسی میخوره، ولی شاید هم بیشتر 3-4 دفعه تریاک کشیدم، اونم در ایران، به خاطر اینکه در دورانی بود که معمار بودم و یه کارفرمایی داشتم که پولدار بود و خیلی دارم میخواستش که ارتباطم باش حفظ بکنم، خیلی علاقه به کشیدن تریاک داشت. من مجبور بودم باش مثلا سفر برم، سر زمین برم، کارخونه داشتم براش میساختم و اینا، این بساطی پهن میکرد، اینا مجبور بودم برای که همراهشون بشم که منم بازی خارج نشم. یه تجربه ای که همیشه تعریف میکردم این بود که یه موقع پیش یه قبیله قشقایی زندگی میکردم توی جنوب فارس، بعد اونجا خیلی مریض شدم و مریض حال خیلی بدجور، و بعد تنها دوایی که اینا داشتن تریاک بود. منم خیلی جوان بودم، گفتم ببین یا با تریاک بکشی یا با مثلا تحمل کنی درد تو دیگه. منم دیدم خب بچه بودیم، گفتم همه اون میگن تریاک بده و فلان، خلاصه وافور رو آورد و خودش و مامانش و مام بزرگش و همه خانواده با هم نشستیم کشیدیم و حالم بهتر شد. بعد انقدر حالم خوب شد اون موقع که اون چند هفته‌ای که اونجا بودم دیگه همش رو این تریاکه بودم. بعد وقتی برگشتم تو راه تو اتوبوس دیدم وای چقدر نسخم و قشنگ حس میکردم که withdrawal دارم. ولی کاملا اون حسشو توی زندگیم چیم توی 20 سال اخیر هر از گاهی مثلا اوپیتس من استفاده کردم، بخصوص قرص یه موقع مثلا خیلی هم بده، این چیزی نیست که اصلا بگم ازش افتخار، یه مشکلی که با این قرص اوپیت یه موقع تو زندگیم داشتم، ولی الان دیگه خیلی ریلکس دارم نسبت به همه این چیزا. ولی همیشه با خودم میگم تو پیری میگم 80 و 70 نمیدونم چقدر رد کنم دیگه تریاکی میشم. اون موقع اگه برسم، چون هنوز یادم حس و حالشو انقدر واقعا دوست داشتم، حالا نمیخوام رومانتیسایزش کنم چون اصلا فانکشنال نیستی، ولی وقتی دیگه زندگیمو کردم و دیگه آمادم که به قول معروف دیگه آخرین نفسمو بکشم، چه میدونم دوست دارم تصمیمیه که گرفتی. من یه سفر رفتم اهواز با همین رفیقی بود که پولدار بود، داشتم براش کارخونه میساختم، اونجا یه نفر میشناخت که از خوانین بود در زمان اعلیحضرت و
ولی وقتی ما رفتیم اهواز دیگه یه مدتی هم زندانیش کرده بودن در جمهوری اسلامی، تازه آزاد شده بود این حرفا. خلاصه یه دوری هم مثل زمان شاه رئیس سازمان ایلات عشایر بود و اینا، اسمش هم یادم میاد خوب نمیگن دیگه، حالا فوت کرد، پیرمردی بود. وقتی که وارد شدیم خونهش، ایشون پای منقل نشستم، تازه یه سکته ای کرده بود و دکتر مثل تجویز کرده بود ویسکی بخوره و تریاکی که بود حسابی یه ویسکی هم بخوره. خلاصه برای ما به افتخار رفیقش که رفیق ما بود و منم که مهمون اونا بودم و اینا، یه سفره ای پهن کرد و جوجه کبابی و منقلی گذاشت و بعد خود خان، من هیچ وقت یاد نگرفتم که چطوری باید تریاک کشید، ولی خب معمولا دیدی دیگه، خودشون میگیرن برات میذارن و شدنم چاق میکنن، تو فقط وظیفه پک زدن داری. پای آره سر سفره پای دم دست ایشون نشستیم و ایشون انبور رو میذاشت و ما هم دود میکردیم. ما فقط یه جوک شنیده بودم همون موقع که محتواش این بود که نتیجه گیری اخلاقی جوکه این بود که وقتی کشید، وقتی تریاک کشیدی نباید بیرون بدی، باید نیگر داری. آره. حتی اگه پلنگ اومد مثلا پلنگ نمیگی، چون پر میگی که فوت میکنی بیرون، بعد دیگه ملنگ، برای اینکه دودش بمونه. میدونستم بعد دوده رو از این جوکه فهمیده بودم که دودش رو باید نیگر داشت. خلاصه ایشون هی چاخ کرد ماهی کشیدی، بعد نمیدونستم چقدر باید بکشم تا جایی که خودش به لب زبان به تحسین گشود که باری که الان مهندس یه نفس نمیدونم چند نخود یادم رفت چند نخود کشیده و بعدش این چای نبات و نمیدونم این حرفا. بعد این میدونی این حالت کل این سرمانیش رو دوست نداشتم، اینکه بعد دراز کشید و بعد چای شیرین اینطوری خورد و بعد خودتو بخارونی و اینا، یه کمی زندگی با کلاس‌تر رو دوست داشتم. آخه خود شاه هم میگفتن میزد سرپایی اول صبح. آره، آدمایی که توی مقامای بالاتر آره. بودن میزدن، یعنی با اینکه میگفتن مثلا خیلی لو کلاس این دراگ، خیلی آدمای های کلاس هم استفاده میکردن. به من نچسبید، به من واقعا به خاطر پول کشیدم. به خاطر این کارو بگیرم کشیدم این چند دفعه رو، این یارو به خاطر همین تحمل کردم. ولی اولین جوینت هم این بهم داد، اولین و آخرین تریاک. همیشه یه دوست نابابی داریم همه دیگه. آره. معمولا مشروب رو همه با داییشون امتحان میکنن. زمان ما بچه بودیم شهر نو هم با داییشون امتحان میکردن. شهر نو که نه، خیلی بچه بودم، ولی آبجورم با داییم امتحان کردم. تریاک و جوینت و اینا رو با این رفیقمون که میخواستم بهش نزدیک باشم امتحان کردم. بعدش هم نکشیدم. یک دفعه هم یکی از نویسندگان معروف تریاکی ما که اسمش نمیاد ازم خیلی به لطف و مرحمت داشت، من خیلی براش احترام قائلم، هنوزم براش احترام قائلم، ازم پرسید که تریاک میکشی و اینا، گفتم نه والله من همین سیگار که میکشم از پس هزینه هاش بر نمیام و اینا. گفتش که بعدم فکر کنم دیگه یکی هم اضافه کنم به خرج مخارجم دیگه حتما همسرم من از خونه بیرون میکنه. گفتش که خب من زنگ میزنم باش صحبت میکنم ببینم چی دلش میخواد، یه شوهری داشته باشه که زود سکته کنه بمیره، یا اینکه تریاک میکشه از 120 سال سایش برای سر شما باشه. خیلی ازش تشکر کردم ولی خب تلفنمو بهش ندادم زنگ بزنم، چون واقعا من طبعم خیلی به سمت مواد و این چیزا نیست. حالا نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه، چون که واقعا دوست دارم بکشم، ولی دوست دارم که بکشم کش نکنم، بتونم معاشرت کنم، ولی نمیدونم چرا اینطوری رو مثلا میذارم. آره رو هر کی یه چیز یه آره خیلی عجیبه رو من. خیلی عجیبه توی جوانیتون. ولی مثلا شما خیلی جوان ازدواج کردی نه؟ بله 24 ساله بود اون موقع، مود بود میدونی. آره منم پدرم من مامانم 17 سالش بود که اصلا حامل شد، یعنی خیلی جوان بود. بابام همون 20 خورده سالش بود و الان البته خیلی فرق کرد. الان من نزدیک 40 سالمه، هنوزم حس میکنم یه بچه‌ام، میگم شت من میخوام ازدواج کنم، یه بچه داشتم چه گویی میخوام بخورم. اینقدر زندگی ماجراجویی و
پر ادونچری داشتم که از طرف خیلی دوست دارم یه همسر خوبی داشته باشم و خانواده تشکیل بدم فلان، ولی از اونورم انقدر اعتیاد دارم به این که همش در حال حرکت و تو سفر باشم و نمیتونم یه جا آروم بگیرم، مثلا کنام بذارم زمین بگم خب این دیگه زندگی من. تجربه شخصی من اینه که همسر رو همیشه خوب هستن، یعنی اون همیشه شما با همین یه دونه همسرتون بودین یا بله نقطه ضعف بزرگ ما هستیم نه همسرها، واقعیت هستش که اونا همه خوب هستن ولی ما هستیم که نمیدونم به درد زندگی خانوادگی نمیخوردیم، از اولم به درد نمیخوردیم. آره کلن یه پروسه سختیه، من احساس میکنم تو دنیای امروز بچه دار شدن انقدر قانونهای مختلف و محدودیت ها و مراعات و اصلا آره. حتی بهش فکر میکنم چون ما بچه بودیم ما پابرنه ما میداختن تو خیابون شب بیا خونه، اصلا الان آره. انقدر همه اوورپروتکتیو و نگران و فلان و چیچی آره. یه حساسیت هستش که من خودم هنوز اصلا نه بچه ندارم استرسشو میگیرم بهش فکر میکنم میگم وای با چیکار کنم اگه مثلا بچه داشتم. من هیچ وقت استرس بچه نداشتم، البته سختی داشته حتما و واقعا از نتیجهش راضی هستم، یعنی هیچ وقت نمیفهمم بقیه چی میگن، هیچ وقت اون کاری که دیگران کردن برای این بچه هاشون میکنن یا الان میکنن اینا من هیچ وقت نکردم، هیچ وقت پدر خوبی هم واقعا نبودم. ولی بابای منم همین رو میگفت دقیقا، آره، من گفت من آره. سگا رو که گفت تونستم تربیت کنم شما رو نتونستم. من سعیم نکردم واقعا خیلی. نه من کلا آدم خوش اخلاقی نه سگ منظورم سگ بود سگای میدونم میگم من برای بچه های خودم سعیم حتی نکردم که تربیتش کنم که بعد بخوام بگم نتونستم، واقعا نمیدونم چی شد که انقدر خوب شدم دستم بچوب. آره خیلی راضی هستم از این بابت، ولی نمیدونم برها میدونم که دوره ما زندگی یک کاتالوگ مشخص داشت، شما طبق کاتالوگ زندگی میکردی. آره طبق کاتالوگ هم ازدواج میکردی، تو اون کاتالوگ داشت که بچه دارم باید بشی بلافاصله، معمولا همه طبق کاتالوگ رفتار میکردن، الان دیگه فرق کرده اون کاتالوگ. شما بعد که از ایران اومدین بیرون؟ ده سال پیش 2010 من فکر کردم خیلی قبل تر اومده بودیم بیرون، نمیدونم چرا. نه 2010 من الان دقیقا همین ماهی که توش هستیم تو جون 10 سالم تموم شد که خارج از ایران هست. چه جالب، من نمیدونم آره. چرا همیشه فکر میکردم خیلی دیرتر. ما برادرهای دیگه هم همین، یعنی اونا هم تیرن که نه هنوز ایران هستش، مانا چند سال زودتر از من اومد به خاطر گرفتاری که براش پیش اومد تو ایران، نمیتونست بمونه دیگه، در رفتی که اومد بیرون. و این میگم کاری که شما و مانا میکنین خب خیلی الان جزء یه تاثیرگذارترین کارهاییه که توی این داستانای ساتایر اجتماعی ما پیش میاد و واقعا هم خیلی همیشه برای همه، یعنی این متوجه این خب این چیز خیلی obvious واضح بدیهی این کارهای شما و تأثیری که میذاره توی حتی سادگی خودش، حالا تضاده رو که نشون میده یا تمام اون معانی که میاد پشت یعنی مقدار حجم معنی که پشت یک کاریکاتور میاد انقدر زیاده که همیشه برام خیلی جالبه که تو میتونی این همه information رو توی یه جا بدی و این خیلی وقتا نیازی هستش که این مرتبط به روز باشه یا نه، یه فکر یا یه تمی همیشه هستش تای ذهنتون. والا قبل از که از ایران بیام نمیتونستم خیلی مرتبط با مسائل روز کار بکنم، یعنی اصلا زمینش وجود نداشت در ایران. الان نزدیک حدود یکی دو سال اخیر، یه سال و نیم اخیر رو یه برنامه تلویزیونی 5 دقیقه در هفته داشتم، کارتونای مثلا هفته رو اونا که در ایران و خارج از ایران ایرونیا و غیر ایرونیا کار میکنن مثلا معرفی میکردم، بیشتر تاکیدم رو کارتونس ایرانی بود، داخل ایران بود. میدونی یعنی هنوز که نگاه میکنم
عموما سعی میکنن نمیتونن اصلا درباره مسائل ایران خیلی واضح و روشن و بدون ترس و لرز چیزی بکشن و حرف بزنن، ترجیح میدن مفاهیم کلی رو کار بکنن یا به قول خودشون کارتون های مفهومی بکشن. همون بلایی بود که سر منم اومده بود در ایران، این تیپ کارا رو میکردن دیگه. تو خارج از ایران یه جور دیگه، حالا اینجا شما نمیتونید. هیچ وقت به شما پیشنهاد شده بود مثلا از سمت دولت که با اونا کار کنید یا نه دولت بکی پیشنهاد میکنه؟ اتفاقا یکی از مشکلاتی که اوایل ما داشتیم، یعنی با من شوخی میگفتیم فرق حکومت اعلی حضرت با حکومت آقای خمینی در این هستش که در دوران اعلی حضرت دفتر فرح و اینا میومد به شما یه بورسی میداد و شما رو به عنوان هنرمند میخرید، بعد نمکگیر میشدی، بعد یه پستی بهت میداد تو تلویزیون یا تو کانون پرورش فکری کودکان، یا بالاخره یه جایی دست بند میشد کار میکردی. بعد ولی الان در حکومت جمهوری اسلامی شما میرید در وزارت ارشاد مثلا یارو میگه نگهبانی میگه چیکار دادی، میگه اومدم خودم بفروشم، میگه اصلا راحت نمیده برید بالا. نه پیشنهاد کار اصلا شعورشون به این چیزا نمیرسه که بخوام به کسی پیشنهاد کار بدم. همینش برام خنده داره. بعضیا میخوان تو رو متهم، اینجا متهمت میخوام بکنم، مثلا فکر میکنن که تو با گروه فکری اینا مخالف هستی که حالا واقعا هم نیستن، به اون شکلی که اونا فکر میکنن مخالف نیستن. بعد میگن خب تو حتما هنربند، اینم یه اصطلاح توییتری، هنربند خود فروخته هستی، ماه به ماه مثلا از ایران حقوقت میاد. یا اگه اینا شعور داشتن واقعا که باید ماه به ماه من حقوق بدن که من ممکن بود هنوز ایران مونده باشم. این ریشه دای جان ناپلونی تئوری توطئه ما چیه واقعا؟ یعنی چیه که انقدر نمیتونیم حقیقت خیلی ساده رو قبول کنیم؟ حقیقتی که جلو چشمون همیشه باید یه پشت پرده با برای خود منم سوال. آره به خدا خیلی چیز عجیبه. انقدر تئوری های مختلف در مورد داستان بابام، خانواده‌ام و چیزایی شنیدم که انقدر دور از ذهنن که اصلا آره. اصلا تو تصورات هم نمی گنجه و آره. بدتر از اون اینه که خب میدونی الان انقدر راحت اخبار غلط پخش میشه و مردم اصلا نه فکت چک میکنن نه میرن نگاه کنن که این سورسش درسته غلطه. تو تلگرام آره. یه چیزی رو میخونه، فردا اینو توی مهمونی مست میکنه، میگه آره شنیدی فلان این کارو کرد، و همینطوری آره. پخش میشه دهن به دهن به یکی دیگه و یه خبر خیلی غلط جا میفته به عنوان فکت. همین داستانو این پروپاگاندایی که واقعا استفاده میکنه جمهوری اسلامی دقیقاً منو یاد نازی ها میفته، و اینکه یه دروغی رو انقدر تکرار کنی و انقدر بزرگ کن که مردم همه شروع میکنن کم کم باور کردنش. آره دقیقا همینطور هستش. من آخرین توری توتعی که شنیدم همین پریروز که از دوستان نازنینمون داشتش توضیح میداد که انقریب واکسن کرونا ساخته میشه، حالا مثلا نمیدونم دو ماه دیگه یا یه سال دیگه، و 7 میلیارد جمعیت جهان رو واکسینه میکنن به این بهانه، و دیگه از این به بعد تمام 7 میلیارد رو میتونن کنترل کنن و بتونن هر لحظه کجا هستن، چون یه چیزی همراه با این واکسن به تمه تزریق میکنن که قابل ردیابی باشن دیگه. دولت اون کسی که جهان رو داره کنترل میکنه که ما نمیدونیم کیه، ولی یه کسی هست یا یه گروهی هستن که دارن کنترل میکنن، دیگه از این به بعد خیالشون راحته که ما هر لحظه چی کار میکنیم و اینا میدونن. یعنی تا این حد ذهنشون کار آره میکنه و پیشرفت. ولی آخه خیلی ببین انقدر راحت تر ما انسان ها موجودایی هستیم که پترن هامون خیلی قابل پیشبینیه، روتینایی که داریم، کارهایی که میکنیم. الان همین تکنولوژی که داریم و ما مجانی توش فیسبوک، اینستاگرام، رانینگ اپ، همه این چیزا که اطلاعات خودمون رو میدیم با رضایت تمام، اینا خیلی راحت یه کمپانی مثل کمبریج آنالیتیکا میاد یه آمار میگیره و میبینه این آدم چقدر به چپ یا به راست و با چه یه ذره پوش کافی میتونه به یه جهت دیگه بره که میدونی یه تأثیری بتونن بزنن. یعنی سر انتخابات ترامپ هم خب این کمپانی سکندلش که اومد بیرون، و خیلی جالب ترین چیزایی که من میخوندم در مورد این بود که وقتی که تو میگم یه تعداد لایک 6-7 لایک تو رو بدونن چیه،
تا یه درصدی شخصیت تو رو میدونن، با 10 تا لایک بیشتر، با 15 تا لایک تا 90%، یعنی درصد خیلی گنده میتونن کل چیزای تو رو پیش بینی کنن، سلیقت و جهت سیاسی تو، عقاید و سنت و ارزش هایی که داری. یعنی ما خیلی موجودای راحت ترین برای پیش بینی کردن، نیاز نیستش که یه واکسن، یعنی پوینتی که میخوام برسم اینه، یعنی نیاز نیست واکسن به تزریق کنن تا بهت کنترل کنن. همین الان همه چیز ما در اختیار خودمون، یعنی با اختیار خودمون. آره همین الان نتفلیکس شاید 40 تا فیلم هندی بهم پیشنهاد میکنه ببینم، از یه جایی فهمیده که من مشترک فیلم های هندی هستم. فیلم هندی بهم نشون میده، میدونی فیلم هندی من توصیه میکنم، خیلی چیز خوبی است. من معمولا هم از روی چیز نگاه میکنم، زمانش اگه کمتر از 3 ساعت باشه نگاه نمیکنم، معلومه که خوب نیست. باید 3 ساعت که باشه شما همه چی به این نتیجه رسیدین؟ 3 ساعت از تجربه، یعنی نگاه کردم 3 ساعت که باشه همه چی داره، شما رقص دارین، کمدی دارین، جنایت دارین، پیام اخلاقی دارین، خانواده دارین، همه چی دارین، یعنی یه معجونی از همه چیز. و اینقدر خنده داره، اینقدر خنده داره، یعنی خیلی خوبه. یعنی من هیچ چیزی در زندگیم لذت بخش از فیلم هندی پیدا نکردم، من خیلی علاقه دارم. واقعا یه چیزی بود که اصلا فکر نمی‌کردم در مورد شما. سلیقه‌ام توی سینما خیلی افتضاحه. چند وقت پیش این خانم مریم کردی بود فکر کنم، ازم خواستش که یه لیستی بدم از فیلمایی که می‌بینم و اینا، که چه فیلمایی نگاه می‌کنم. من توصیه گفتم من تو هر چیزی حاضرم لیست بدم غیر از فیلم و سینما، برای اینکه من فقط فیلم آشغال نگاه می‌کنم و به عمد هم فیلم هاش خواهد. یعنی فکر میکنم اینقدر در طول روز دارم تلاش میکنم مثلا کار جدی، یعنی خودم کارتون برای دیگران ممکن شوخی باشه، برای من با من کارتون خیلی کار جدیه، خیلی جدی بهش فکر میکنم و جدی میبینمش. بعد که میخوام کتاب بخونم، کتاب چیز میخونم، کتابای جدی میخونم، نمیدونم، تو همه چیز رو اون ور روشنفکرانه و روشنفکرانه جدیش رو دوست دارم. سینما که میرسه دیگه واقعا، یعنی شب آخر شب اگه میخوام فیلم ببینم واقعا میخوام یه چیزی باشه که هیچ ربطی به زندگی واقعی نداشته باشه. آره، یه فراری باشه دیگه، واقعا دنبال فرار میگردن، یعنی آخر شب دیگه اصلا دلم نمیخواد. آره، برای همین سلیقه سینماییم افتضاحه، یعنی چیزایی نگاه میکنم که اسباب خجالت هر موجودی میتونه باشه، ولی چون مصری و راستیه اعتراف میکنم که خیلی هم باحال. توکا جون، من واقعا خیلی خیلی حال کردم اصلا امروز، یعنی باورم نمیشه که الان همین 1 ساعت و نیم داریم با هم حرف میزنیم. شوخی میکنی؟ و من هنوز همه حرفامو نزدم. من همین رو میخواستم بگم، من خیلی هنوز حرف دارم که میخوام باهاتون بزنم. اگر مشکلی نیست که ادامه بدیم، اگر دوست داریم یه پارت 2 بریم، میتونیم یه پارت 2 بریم بعدن دوباره مثلا. نه چیزی، من دوست داشتم که مثلا حالا خودتون بگین اگر چیزی هست. من خیلی دوست داشتم که مثلا این پروسه کاریتون، مثلا میگم یه ذره در مورد کل این یه ذره تاریخچه این کاریکاتورا و مثلا گلاغا و این چیزا برای بچه‌هایی که اصلا نمیدونن، یا شاید این پروسه چه تأثیری داشته و بسته شدنش چه تأثیری داشته، اگه حال داری. اگه نه که دوست داری در مورد من هیچ وقت گلاغایی نبودم به اون مفهوم و به اون معنی اینا، هیچ وقت گلاغایی نبودم، اصلا توفیقی نبودم. من اون خط مجله توفیق و روزنامه توفیق و گلاغا و اینا رو تو کارتون و کاریکاتور و طنز و اینا، خیلی واقعیتش اینه که هیچ وقت فنش نبودن به اون مفهوم. من یه ور آرتیستیک تر و روشنفکرانه ترش رو دوست داشتم توی کار کارتون. اون کاری که اردشیر مؤسس میکرد برام جذاب بود. بعدها کارتونیستای نمیدونم کارتونیستای نیویورک تایمز برام جذاب بودن، بعضی از نیویورکری ها برام جذاب بودن. آره، نیویورکری ها که خیلی واقعا. آره، یه دوره آره، حالا اونم کارشون با اون کاری که من میکنم خیلی فرق داره، یعنی یه چیز دیگه، ولی اونا برام جذابن. اون کاری که توفیق میکرد یا گلاغا میکرد و اون سیستمی که داشتن هیچ وقت دوست نداشتن، ولی وجودش به هر حال، حالا نمیدونم چقدر
وابسته به حکومت بود نبود، به هر حال یه وابستگیایی داشت و یه ارتباطاتی داشت و اینا. من حالا که از ایران اومدم بیرون نمیخوام اونجوری قضاوتش بکنم و اونجوری محکومش بکنم، اما تو دوره خودش به هر حال وجودش برای طنز مملکت بد نبود، خوب بود، یه جور حمایتی هم، یه جور چتر حمایتی هم به هر حال رو سر یه بخشی از کارتونیستا و شاید اونم بستنش دیگه. نه نه به اون مفهوم نه، بعد از سال 76 تا جایی که من میدونم، بعد از سال میدونین یه رفاقت خیلی نزدیکی با آقای خاتمی داشت و یه رفاقت خیلی سوال برانگیزی هم ظاهراً با آقای خامنه ای داشته. بعد سال 76 که آقای خاتمی رئیس جمهور میشه یه جور بر سر دوراهی قرار میگیره، حالا امیدوارم اشتباه تحلیل نکنم یا اشتباه اطلاعات ندم، بین اینکه باید طرف کدوم بگیره، آیا باید طرف رئیس جمهور منتخب مردم رو بگیره، رئیس جمهور مثلا 20 میلیون رأی آورده، یا باید جانب آقا وایسه. به همین خاطر خودش به نظرم میاد که اینطوری نتیجه گرفت که تعطیلش بکنه بهتره. تعطیلش نکرد ولی نمیتونست انتخاب بکنه که جانب کی بایسته. و هیچ وقت تو ایران که شما هم بودین هیچ وقت احساس خطر میکردین برای کارتون؟ مثلا این داستان مثل چارلی هبدو بود اینجور؟ با اون شکل که نه، ولی این داستان بارها تعریف کردن جای مختلف. یه دفعه گرفتنم چون فکر میکردن که آقای خامنه ای رو کشیدم، سه روز توی انفرادی نگرم داشتن، همون دوره گل‌آقا هم بود. اتفاقا کیومرث صابری من به خاطر همون میشناخت، چون نمیدونستم، چون واقعا من خامنه ای نکشیده بودم، نمیدونستن این کارتونی که من کشیدم خامنه ایه یا نه، برده بودم به صابری نشون داده بودم. صابری گفته بود که، البته خودش بهم گفت، خود صابری گفت من نجاتت دادم، برای اینکه بهشون گفتم که نه این منظورش خامنه ای نبوده، اگرم بوده چون به طور مشخص نمیشه نتیجه گرفتیم، نمیشه با قطعیت گفت که این خامنه ای هست یا نه، شما باید بگین که نبوده. اون میگفتش که خودت نمیدونی ولی من تو رو نجات دادم، وگرنه کارت به جایی باریکتر میکشید این حرفا. و به خاطر همین چون توی تو زندان یه بار برای بازجویی من از زندان داشتن میبردن اداره، نمیدونم همونجا که بازجویی میکردن تو خیابون پاس سپاه بود چی بود اسم خیابونه هم یادم رفت، نزدیک دادگاه انقلاب، میخواستن ببرن اونجا. یه حاج آقایی که مسئول مینیبوس زندانیا بود همه رو سوار کرده بود اینا، برگشت بهم گفت تو اون کارتونکه رو تو کشیدی؟ و همین با لهجه مثلا خیلی داشت مشتی لاتی و اینا، کارتونک یعنی حتی کارتون و کاریکاتور اینا هم نمیدونستن چیه، گفتن کارتونک. بعد من گفتم آره من کشیدم کارتونک کار من. بعدا اینو نوشتم برای مجله آدینه، نوشتم شماره عید آدینه، پرسیده بودن که سال گذشته چه خاطره ای داشتن، خاطره خاصی؟ من نوشتم که آره من یه مشکلی برام پیش اومد. گفتن آها، به یارو گفتم بعد اون کارتونک من کشیده بودم اینا، بعد گفتش که تو خب چرا ولی چرا چیزو نمیارن، چرا مثلا گلاغا کارتون اینا که تو گلاغا کارتونک میکشن نمیارن اینجا زندانی کنن، چرا تو رو گرفتن؟ چون حتما یه کاری کردی میدونی اینطوری. گفتم آره من توضیح دادم، برای من دستگیر کردن توضیح دادن که من از برای گلاغا کارتونک نمیکشم، من اصلا قبول ندارم. خلاصه یه چیزی نوشته بودم که به صابری هم برخورده بود، برای همین لازم دید که منو سالگرد مجله دعوت بکنه و حضوری به این بگه که من چقدر بهش مدیون هستم بخاطر این که از اون مخمصه نجاتم بده. من خیلی ازش تشکر کردم البته، ولی خب هیچ فن مجلهش نبودم. میره اینا کارتونیستاشون هم کاراشون رو ایداش عمدتا مال خودشون نبود، اینا یه شورایی داشتن میشستن سوژه کاریکاتور فکر میکردن جمعی و تقسیم میکردن بین کارتونیستا. این سیستم کار کردن اصلا چیزی آلترناتیو اون بودش؟ یعنی اون موقع هم که پخش میشه یه کارهای شما مثلا اون دوره؟ نه واقعا چیز هم در میمد، البته مجله طنز و کاریکاتور جواد علیزاده هم تقریبا همزمان با گل آقا شروع کرد منتشر شدن، اونم بد نبود، در واقع آلترناتیو گل آقا بود.
به موفقیت گل آقا هیچ وقت نشد البته. بعد چی شد تصمیم گرفتین که دیگه گفتین آقا جمع کنیم کاسه کوزه رو پاشیم بریم و بریم اونور دنیا؟ من سال 76 قبل از اینکه خاتمی رئیس جمهور بشه یه فایل مهاجرت برای کانادا پر کردم، منتها زد و آقای خاتمی رئیس جمهور شد. میدونی یا نمیدونی یک روحیه عجیبی تو مردم به وجود اومد که امیدوارانه بود به آینده. یعنی من فکر کردم که داره درست میشه، یعنی داره یه چیزی تغییر میکنه. یعنی فکر میکردم که به عنوان آدم، آدمیزاد دیگه توی مملکت دیده میشیم. آره من یادم اون موقع بودم 17 سالم بود، چقدر بود، من رفتم به سخنرانی خاتمی رفتم، بعدش هم بیرون بسیجا کتکمون زدن. بعد اولین بارم بود که کتک خورده بودم از اینکه البته این پلیسای خیابونی هم خب گرفته بودن منو قبلا، ولی اون اولین بار بود که کتک احساسی خوردم وسط خیابون و انقدر هیجان داشتم گفتم الان فردا روزنامه رو باز میکنم عکس منو بزرگ اون جلو زدن که دارم کتک میخورم. دیدم مثلا هیچ خبری از این نبود، اصلا هیچ انگار اتفاق نیفتاده بود. مثلا اولین بارم بود که خیلی آشنا شدم او دنیا اینجوری کار میکنه. خلاص ما امیدوار شدیم و دیگه اون فایل مهاجرت رو پیگیری نکردیم. بعد چند سال بعد که دو مرتبه ناامید شدیم، دو مرتبه یه فایل جدید باز کردیم و اینا، و این موند و باد خورد و اصلا ما فکر کردیم که دیگه از بین رفته. 6-7 سال ازش گذشت و درست سال 2010 بعد از انتخابات 88 و اینا با اون تماس گرفتن که بیاین آزمایش پزشکی اینا رو بدین، اینا کارتون درست شده. ما من مطمئن یعنی دیگه از این خوشحالتر نمیتونستم باشم، واقعا دیگه جای نفس کشیدن نداشتم. میدونی من یه موقعی، من اون موقعی که شروع کردم کارتون، اینم به عنوان آخرین جمله ها بگم، بعد اگه خواستیم تمومش کنیم تمومش کنیم، حتما همه هم خسته شدن. قسمت دومم نمیخواد، بابا من خیلی آدم مهم نیستم که اصلا برای مهم بودن ایناش نیست، بس اینو فقط این کانورسیشن ها در رو دل کردن ها و گفتن ها و یاد خاطر ها. اصلا این برنامه هیچ هدفی نداره، اینو میخوام بهتون بگم، این پادکست اصلا هیچ چیزش مهم نیست. برای همین راحت دارم صحبت میکنم دیگه. ببین سال، ببین من اول که همون سال 55 و 56 که خانم مؤسس باعث شد من با طراحی و کارتون این چیزا آشنا بشم و اینا، بعد تو تلویزیونی که خیلی دوست داشتم، تلویزیون شاهنشاهی ایران، یه سریالی میذاریش لئونارد داوینچی و من عاشق این سریال بودم خیلی و دلم میخواست لئوناردو بشم. تصمیم گرفته بودم که آرتیست بشم و بعد تو انقلاب عاشق فرانسیسکو گویا شدم و کارهای گویا و اینا، و فکر میکردم که بعد همینقدر تیرو تارو همینقدر مؤثر و همینقدر تاثیرگذار بود و بعد میخواستم جهان رو فتح کنم. میدونی یعنی فکر میکردم تو تاریخ هنر ثبت میشم، فکر میکردم یه طراح معروف میشم، بی نظیر میشم، دنیا رو فتح میکنم. به تدریج سالها گذشت و من متوجه شدم، این حد و حدود خودم رو شناختم، فهمیدم که اصلا این خبر رو نیستش که من تاریخ هنر رو فتح کنم یا جهان رو فتح کنم. من حتی ایرانم به زور بتونم نمیتونم فتح کنم، هیچ جایی نمیتونم فتح کنم، ولی سعی کردم جز خوبا باشم. بعد همینجا سنم رفت بالاتر، این دهه ها خیلی سریع میگذره، همون سرعتی که شما رو از یک کودک تبدیل کرد به یک مرد و از یک مرد جوان تبدیل کرد به یک مرد حالا مثلا با تجربه در آستانه 40 سالگی، به همون سرعت هم تبدیلتون میکنه به یه مرد نمیخوام بگم پیره مرد، ولی اصلا از این کلمه خوشم نمیاد، اما خیلی سریع میگذره و عمر آدم خیلی کوتاه. به سرعت فهمیدم که به سرعت نشد 40 سالم که اصلا این خبرا نیست، اصلا نه شهرت باقی میمونه نه کار خوب باقی میمونه. اگه کار بد باقی نمیمونه، کار خوبم لزوما باقی نمیمونه. این کارا همه تاریخ مصرف داره. به محض اینکه بری و از دنیا بری و بمیری و مثلا 6 ماه اسمت نباشه، علاقه تو سوشال مدیا 6 ماه نباشه، فراموشت میکنن دیگه، کسی فرق نمیگرده این کارا که کشیدی و مثلا ببینه که تو چی کار کرده اینا. بعد به این نتیجه رسیدم که باید جوری کار بکنم که خودم لذت ببرم، و وقتی که خودم دارم لذت میبرم از کارم، یعنی دستمزدمو گرفتن، اون وقت اتفاقاتی که بعد از انتشار کار میفته همه فرعیه، اصل اون هستش که خودم لذت میبرم. و
بعد این ایده خیلی به کیف داره حال داد. من سالهاست دارم اینطوری برای لذت خودم کار میکنم. الان به این نتیجه رسیدم که اینم یه جور خود ارضاییه. یعنی غم انگیز نیست آیا که از فتح جهان نزول کردیم به خود ارضایی که یه نوعی از مستر بیت کردن. اینم یه جور مستر بیت. حالا خدا رو شکر میکنم واقعا صد هزار مرتبه شکر که پزشکی ثابت کرد خود ارضایی برای سلامتی مفیده. آره به بچه بودی میگفتن کور میشی. آره دستات میلرزه. من طراحی میکرد تو فکر کن دستام هم بلرزه موقع طراحی کرد. خیلی وحشت میکرد. خلاصه با عذاب وجدان. حالا میگن نه چیزه ولی منم نه تو همین خط واقعا. خب بر از من چندین دو دوست داشتم که کشته شدن توی حادثه با تفنگ اومدن. نمیدونم دوستشم خودکشی کردن، اوردوز کردن و در نهایت پدرم که اینجوری از زندگی یهو گرفتن و اونو توی زندان اوین کشتن. برای من یه چیزی که خیلی واضح شد اینی که اصلا معلوم نیست منم کی قرار برم. ممکنه یه آجر بخوره تو کلم و اصلا حاضر نیستم یه زندگی محافظه کارانه داشته باشم و سعی کنم فکر این باشم که پس فردا. خیلی غلطه در ذهن من، هر کی داره اینو گوش میکنه این کارو منو نکنید. من اصلا فکری نیستم که چجوری ریتایر کنم و نمیدونم چجوری این زندگیمو توی خطی ببرم که مثلا بتونم خیالم راحت باشه. نه من واقعا برای امروزم زندگی میکنم. برای همین همیشه هم در حال حرکتم. از من تو نیویورک، ال ای، برلین، نمیدونم لندن، تهران، تورنتو، ونکوور، هی از همه جا به همه جا سفر میکنم. خونه عوض میکنم، دوست دختر عوض میکنم، پارتنر عوض میکنم، نمیدونم کارهای هنری هی یه موقع دوست دارم هنر تئاتر بکنم، یه موقع فیلم، یه موقع موزیک. الان این پادکسته مثلا خیلی برام جذاب شده داستانش و پس فردا میخوام برم توی فارم کار کنم. و اصلا آقا خیلی عالیه. ولی من میدونی من چون 60 سالم تموم شده و گفتم دیگه من الان دیگه خودمو پیرم حساب میکنم، احساس میکنم یه اندکی محافظه‌کاری هم بد نیست. آقا اینقدر سری میگذره. من 60 ساله ای هستم که بیمه هیچ وقت پرداخت نکردم، یا اگر کردم بیمامو جمع نکردم. میدونی یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم روزی برسه که من نتونم کار بکنم و به پول احتیاج داشته باشم و به آرامش احتیاج داشته باشم و به تامین مالی احتیاج داشته باشم. هیچ وقت در زندگیم به این چیزا فکر نکردم. الان که 60 سالم شده به شدت میترسم برای که هیچی ندارم. باز خوبه که کانادا این آمریکا بودین که دیگه تموم میشد یه مریضی بگیرید. اصلا یکی از دلایلی که هیچ وقت آمریکا نخواهم رفت و دوست ندارم اونجا رو همینه. ولی به توصیه میکنم که به هر حال برای اون روز هم تمام عشق و حالی که میکنی، کیف و حالی که میکنی مستدام باد، ادامه بده. ولی برای ریتایرمنت هم فکر کن، چون خیلی زودتر از این که در آینه میبینی بهت میرسه نزدیک. میدونید عکسام از اون چیزی که در آینه میبینی به شما نزدیک. آره از اون من ولی نمیخوام بخوام پولی رو ببرم با خودم تو قبر دیگه. آدم پولو در میاره که خرج کنه زندگی برای حال کردن. تو دلار آخرش تو دلار آخرش خرج کن. آره خرج کن ولی داشته باش رو خرج کن. هیچ چیزی بهتر از این نیستش که آدم بدونه حالا ندونه که این ما اگه کار نکنه یا پول در نیاره چیکار باید بکنه. این خیلی بده. آدم وقتی جوونه همه کار میتونه بکنه. من وقتی جوون بودم 16-17 ساعت روی از منطقه که مرخصی بهم میدادن میخواستم برگردم خونم، شما دم 17 ساعت رو بوفه میشستم یا من تو پشت وانت برای گوسفند نشستم. از شما دم از فلان شهر رفتم به یه شهر دیگه. یعنی ولی الان میدونی من الان ترجیح میدم فرست کلاس سوار شم. حالا پولش ندارم ولی ترجیحم اونه و پشت وانت هم هیچ عمرن نخواهم نشست. آره میفهمم. ولی خوبه که همین که واقعا لذت میبرین تو کاری که میکنید و این خیلی مهمترین نکته داستانه. تونستید زندگی که خودتون دوست دارین همیشه بکنید و این خودش خیلی قابل تحسین و احترامه و خب امید میده دیگه به خیلی از آرتیست های دیگه هم که میشه اینجوری زندگی کرد. آره میشه اینطوری زندگی کرد. ولی من به همه آرتیست ها توصیه میکنم یه فکری هم در این حال که اینطوری دارن زندگی میکنن انقدر زرنگ باشن، زبل باشن که برای
برای روزهای بازنشستگیشون هم یه چیزی کنار بذارم. آره، نه من برای همین میگم دستمون تو خیلی کار مختلف میذارم، چون میدونم الان کافی نیست که فقط موزیسی باشه، اصلا موزیک دیگه پول توش نیست، چون الان بخصوص که کرونا اینا که هیچی، forget about it. این ولی مثلا هزار تا کار مختلف همزمان میکنم تو، و یکی از این کارها مثلا در حدی بگیری که بتونه زندگیم بچرخه خیلی عالی. نمیتونی واقعا دیگه اتکا کنی فقط به یک کار، دقیقا تو دنیای هنر و اینا خیلی رقابت بیشتر و سختره، تا اینکه خیلی قبلا هم این آخه این تضمین و اطمینان هم دیگه وجود نداره که تو دوره به قول آمریکا میگن the golden years، توی دهه 60-70 که تو با یه شغلی که از دانشگاه میتونستی بیای بیرون و بگیری، با یه لیسانس میتونستی خونه بخری و یه وضع اقتصادی قابل پیش بینی خیلی مرتبی بود که الان هیچ تضمینی نیست. تو لیسانس، فوق لیسانس و دکترا اصلا هیچ تضمینی نیست که کار خواهی داشت تو دنیا. اصلا هیچ چیزی تضمین نیست. آره، من برای همین دیگه فعلا دارم حالشو میبرم تا وقتی که این موتورمون خاموش بشه دیگه، تا وقتی من دعا میکنم که موتور تالالا خوب کار کنه. عکس تو که دارم میبینم، کاش حضوری میخوردیم، عرق میخوردیم. آره حتما، حالا میام اون سمتی که میام. ولی عکس تو میبینم به نظر میاد از چهرت و عینک تو، صورت تو، وجنات به نظر میاد که موتور تالالا خوب کار خواهد کرد. من یکی از کنسرتات هم اینجا تو بعد اومده باشم دیده باشم، ولی یادم نمیاد. تو خیلی ناراحتم از این بابت که چطور کجا بود که دیدمت. میدونم که یه جایی اومدم و دیدمت، ولی الان هر چی فکر میکنم اشکال نداره. نه و باید جبران کنیم. آره نه حتما میام دوباره و دعوتتون میکنم، خیلی خوشحال میشم بیاین. آره منم حتما. و واقعا مرسی که امروز وقتتون رو دادین و اومدین حرف زدین. و من میدونم شما فکر میکنید حرفی شاید زیاد چیز نبود، ولی من هنوز هزار تا سوال دیگه دارم براتون، برای همین خوشحال میشم که یه موقع دیگه هم، چون اینقدر چیزای دیگه هم بود میخواستم باهاتون در موردش صحبت کنم، ولی میذاریم یه موقعی دیگه، حالا اگه حالا سر شد هر وقت که آره اگه به اندازه کافی فوش نخوردیم سر این مصاحبه. نه بابا خیلی هم باحال بود. من فکر میکنم این برای این لانگ فرم پادکست اینجوری خیلی جذابه الان توی میدیوم‌های فارسی، بخاطر اینکه میدونی ما خیلی چیزامون اوور پرودوسته و وقتی که اوور پرودوس میشه و زیادی سعی میکنن ترا تمیز کنن یا به یه شکلی در بیارن که اون تصویری که به زور سعی میکنن از خودشون نشون بدن، بدون اینکه من تو این پادکست در مورد سختی و دیپرشن و سویسایدال ثاتس و مشکلم با مواد یا دختربازی یا همه این داستانا حرف زدم، یعنی هیچ چیزی نیستش که در موردش حرف نزده باشم، تمام سختیای که زندگیمون کشیدیم بعد از این داستان بابا و فلان. و فکر میکنم این نیاز یه خلایی بود، یه نیازی احساس شده برای این داستان که بتونیم بیایم چند نفر حرف بزنیم خیلی راحت در مورد همه چیز بدون محدودیت زمانی و نگرانیم باشیم که وای من پس را قضاوت بشم. آره من خیلی حرفام بزنم اینجا شاید اشتباهه، ولی که منو اصلاح میکنه و من یه چیزی یاد میگیرم. علیکی آدم، من آدم خیلی انعطاف پذیریم و خیلی اگه حرف منطقی درست زده بشه خیلی راحت قبول میکنم. و این فکر میکنم که خودم میگم خیلی هیجان دارم که این پروژه رو اصلا شروع کردم و اینقدر استقبال شده. خیلی خوشحالم، امیدوارم بیشتر از این هم ازش استقبال بشه و موفق‌تر بشه. آره دوستان، و در ضمن اگه دوست داشتین کارهای توکا جون رو دنبال کنید، نمیدونم اول برنامه گفتم اینا، ولی سین توکا هندل سوشال میدیاشون است، SAINTTOUKA. من لینک سوشال میدیاشون هم میذارم زیر این اپیزود و جای دیگه که بتونید خودتون کلیک کنید و ببینید. بازم مرسی تو کجون، خیلی لطف کردید که اومدین. خیلی بهم خوش گذشت، خیلی لذت بخش بود صحبت کردن با تو، ممنون که تحملم کردید. قربونتون برم، منم خیلی حال کردم، میبینم تو انشالله. چاکس، خدا حافظ. Don't lose your faith, this is
I got to go back.